علی جان سلام سلام، خیلی خوش اومدی به پروژه آدم ها و ریاضیات. کلیتش اینطوری جلومونه که من اولش هیچی نمیگم، در واقع تو داستان خودتو اونطوری که دوست داری یک بار از اول تا آخرش میری، بعد یعنی تا اونجایی که دیگه خود تصمیم میگیری که آخرشه، و من از اونجا بعد دیگه از سوال میپرسم دیگه. یعنی شروع در حقیقت تجربه من با ریاضیات یه تجربه تلخ بود و اون این بود که کلاس هفتم، نه ببخشید هفتم نه هشتم و نهم در درس جبر تجدید شدم و این یه اثر روحی روانی بسیار عظیم و واقعا میشه گفت حتی کریهی رو من داشت، به این معنی که از یه طرف به برخورده بود که چطور ممکنه یه درسی به این سادگی منو از پا بندازه، برای اینکه من فکر میکردم که من جبر رو میفهمم، از طرف دیگه معلوم بود که جبر نمیفهمم از لحاظ امتحانی. و اون چیزی که نهایتا بهش رسیدم این بود که من جبر رو بر مبنای مفاهیم میفهمم ولی از لحاظ تمرین مثل کسی که تئوری دوچرخه سواری رو میدونه ولی اندازه کافی سوار دوچرخه نشده و اصلا هیچ کدوم از اون لمای لازم رو در اختیار نداره وقتی که موضوعی کم پیچیده میشه. و این در حقیقت دو تا شکست که خوردم، این تجدیدهای دو بارم بود، یک بارم نبود. از یه طرف خب خیلی دردناک بود، از طرف دیگه وقتی که بعداً به داستان نگاه کردم بسیار بسیار به نفعم تموم شد، چون یه شکستی بود که درسته که تلخ بود ولی من از پا ننداخت و متوجه علت شکستم هم شدم. اینطور نبود که فقط یه شکست بود، تونستم یه تحلیل برای خودم داشته باشم و در اون سالهایی هم که من ریاضیم به اصطلاح از لحاظ جبر، حالا ما هندسه بعد نبود اینا، درست سالهایی هستش که شما باید کلاس نهم تعیین رشته کنین که آیا من دبیرستانی که بودم فقط ریاضی و طبیعی داشتم اون دوران. خب طبیعی بود که من برم رشته غیر ریاضی با توجه به تجربه، و اون تو ذهن خودم میخواستم نهایتاً برم زیست شناسی بخونم یا پزشکی. یعنی تو ذهن خودم وقتی کلاس دهم شروع شد این بود که من پزشک خواهم شد یا زیست شناس خواهم شد و خیلی علاقه من به جنبه های مخصوصاً تئوری های زیست شناسی بودم و تکامل و موضوعات در حقیقت باعث میشه گفت تئوری زیست شناسی. بعد اتفاق جالبی که در کلاس دهم افتاد این بود که من به طور میشه گفت موازی با دروسم با ریاضیات آشتی کردم و در حقیقت اون چیزی که باعث آشتیم شد عشقم به فیزیک بودش. یعنی شروع کردم علاقم به فیزیک از لحاظ کتب میشه گفت که برای عامه می نویسن که مثلا ریاضیات نسبیت، نمیدونم ریاضیات کوانتوم مکانیکس. خب برای کسی که خیال باف هستش و من جنبه خیال بافی از بچگی داشتم و خب این مثلا تو داستانهای تخیل علمی مثلا خیلی من مثلا ساعتها درگیر میکردم، اینا باعث شد که خیلی علاقه من بشم به اینکه در حقیقت فیزیک تئوریک رو تا اونجا که میتونم خودم میشونم بکنم سر خود، به معنای اینکه اصلا هیچنو درسته که دروسی که داشتیم خیلی کمک میکرد ولی سر خود، مخصوصا اون قسمتی که با حساب دیفرانسیل و انتگرال سر کار داشت. و این وسط هم میدونم که اتفاقا با صحبتت با دکتر خلخالی اسم کتاب ریاضیدانان نامی پیش اومده بود و منم میخوام یه بار دیگه این کتاب مبارک رو باز بهش اشاره بکنم، چون تو کتابخونه پدری من، پدر من یک روزنامه نگار بود و تعداد زیادی کتاب دستش میرسید که خب یه دست رو نگاه میکرد و ممکنه میخوند، یه دیگهش فقط کتابخونه ما بود و در حقیقت این کتاب‌ها مثل دکوراسیون خونه ما بود، مثلا دیوار پشت دیوار کتاب بود. و این کتاب رو من خیلی اتفاقی مثلا از توی قفسه برداشتم و درستم سر موقع دستم رسید، به این معنا که علاقه‌ام به فیزیک شروع به مثلا جوانه زدن بود و بعد یک دفعه این مخلوطی از میشه گفت
یک عوامل چجوری بگم دراماتیک، یعنی زندگی خیلی از ریاضیدان ها درسته که به هیجان انگیزی گالوا نبوده، ولی خیلی از ریاضیدان ها حتی مثلا آرشمیدس که وسط همون میپره بالا یه جنبه خیلی خیلی احساسی قوی داره، تا یه آدمی که پشت میز نشسته داره همینطور اعداد محاسبه میکنه خیلی بدون احساس یا خیلی سرد. خلاصه وقتی که کلاس دهم شد تموم شد، من با خودم عهد کرده بودم میخوام برم دکترای فیزیک ریاضی بگیرم، یعنی یه جوری با خودم یه عهد نشونی بسته بودم که مسیر من این مسیر هستش. حالا این وسط اون چیزی که وقتی که من بعدم باز بهش نگاه کردم جالب بود این بود که محیط اطراف 100% رو من اثر داشت، به این معنی که اون کتابایی که تو کتابخونه پدرم بود باید اونجا می بود که من یه دستگیری داشته باشم برای بالا رفتن. کلاس های درسی خودم تو دبیرستان 100% در حال برای اینکه ما کلاس دهم بودیم یواش یواش شروع کرده بودیم به اون مشتق رو یاد گرفتن و یه خیلی مفاهیم خیلی ساده حساب دیفرانسیل انتگرال رو، و در کنارش انگار که این تجربه اینی که میخوام بگم اتفاقا یکم میخوام ببینم میتونم خوب توصیف کنم یا نه، وقتی که من رشته طبیعی رفتم انگار که شما توی مسابقه قبلا بودی که مثلا مسابقه دو ماراتون که کلی آدم داره میدوه، یه عده جلوتن یه عده پشت سرتن و همینطور همه دونده‌های اطراف میشنوی، من مخصوصا اشخاصی که میخوان ازت جلو بزنن نفس کشیدنشون پشت سرشون حس میکنین. من تا حالا ماراتون ندویدم ولی میتونم حدس بزنم چنین احساسی حتما وجود داره. و وقتی که میایین به جای اینکه توی ماراتون دوره میدوین با این شرایطی که گفتم، میایین توی مسیر خیلی زیبای طبیعت که هیچ که دور براتون نیست ولی دارین از دویدن لذت میبرید، از طبیعت لذت میبرید، نفس کشیدنتون لذت میبرید، از افکاری که تو ذهنتون میاد در حال دویدن بدون اینکه به دویدن فکر کنید، اون در حقیقت ملغمه حرکت و یه جوری توی خلسه رفتن یا یعنی خلسه ذهنی خاطرات دوره کردن و اینا. این اتفاق برای من که پیش اومد کلاس دهم به این معنا که با رشته ریاضی با نبودن در رشته ریاضی یه دفعه خلوت شد و من میتونستم اون فضای رقابتی مسابقه و نمره دادنی انتظارات از من اصلا از شیفت کرد از یه جای به جای دیگه، یعنی اصلا قرار نبود من ریاضی خوب باشه، من دانشجو طبیعی بودم، فقط قرار بود که من این نمرات فقط قبول شم. و این برداشتن فشار انگار که یک موتور محرکه خیلی عظیمی بود. حالا من وقتی که من دبیرستان رو تموم کردم در ایران به عشق اینکه بخوام فیزیک بخونم و در ایران نمیتونستم فیزیک بخونم به خاطر اینکه رشتم طبیعی بود، رفتم آمریکا و اون سال اولی که آمریکا بودم در رشته فیزیک ثبت نام کردم، ولی در آخر اون سال بود که باز یه اتفاق جدیدی افتاد، به این معنی که متوجه شدم که من همونقدر به فیزیک علاقه مندم شاید حتی بیشتر که به ریاضیاتی که تازه دیده بودم، یعنی ریاضیاتی دیده بودم مثلا تئوری گروه ها رو دیده بودم یا یه کمی توپولوژی دیده بودم و در کنارش فلسفه، یعنی انگار که یه دفعه اون دونده که تو اون مسیر هست در حرکت میکنه یه دفعه به یه جای جدیدی میرسه که اصلا انتظار نداشته، یک کوه و تپه ها و یک رودخانه ها و آبشار ها و در حالت تحیری بودن که حالا پس من کدوم از اینا انتخاب کنم، برای اینکه یه دفعه راه به سه قسمت تقسیم شد، ریاضی، فیزیک و فلسفه. و نهایتاً در میشه گفت آخر سال اول دانشگاه با خودم قشنگ حلاجی کردم که من باید برم ریاضی رو بخونم، چون حالا این موقع است که اتفاقا یاد یه صحبت ضرب المثل خیلی معروف یک طریقت گفته خیلی معروفی از پولیا که مثل این که چنین مشکلی برای پولیا هم پیش اومده بوده بین این سه تا رشته رو انتخاب بکنه، و وقتی که من اینو خوندم از پولیا دیدم که واقعا تو کاملا بس به حال خودم بود، میگفت من به نتیجه رسیدم که فلسفه زیادی برام راحته و فیزیک زیادی برام سخته ولی ریاضی درست مناسب حال خودم. این آدم باید از واقعا تجربه بفهمه که به اینجا برسه. و میشه گفت در حقیقت آخر سال اول دانشگاه که بودم دیگه از اون موقع کمابیش دیگه میشه گفت این مسیر ادامه پیدا کرد.
من دیگه با ریاضیات موندم و همدمم شد و نهایتا رابطه‌ای که باش به دست آوردم رابطه‌ای بود که همونقدر خصوصیه که عمومی، چون ما خیلی موقع من فکر میکنم که ما کسایی که تو علوم دانشگاهی هستن یه شباهتی هم دارن به هنرمندا، به این معنا یه شاعر مثلا یا یه نقاش، کسی که مثلا بگیم شاعر هستش، خب در خلوت خودش شعر میگه، خیلی موقع هم شعراش خط میزنه و ممکنه دور بندازه، ممکنه یه مدت زیادی باش بر بره و باز دورش بندازه، نگه داره 5 سال 10 سال، ممکنه همون روزی که این شعر رو نوشته بفرسته برای مجله، ممکنه به دوستی نشون بده. نهایتا یه میشه گفت مثل خیلی چیزا یه طیفیه بین اون قسمت درونی ماجرا که شعر درگیر وجود اون شاعر شده و اون قسمتی که میخواد یه جوری این شعر رو به گوش بقیه برسونه که یک رابطه با دیگری برقرار کرده باشه، هم از لحاظ اینکه اون احساساشو بیان کرده باشه، همین که بدونه که این شعری که من نوشتم اصلا آیا چیزی به درد بخوری هست، این اون قسمتی که در واقع با دنیای خارج سر کار داره. و من واقعا هر وقت نگاه میکنم به هر هنرمندی یا به هر کسی که کار خلاق انجام میده با یا کسی که دانشگاهی هست، میتونم ببینم کجای این طیف هستن. البته اون آدم میتونه حرکت بکنه توی طیف، میتونه یه جای طیف شروع کرده باشه که برای فقط دل خودش این کار کرده باشه و آخر سر به جایی رسیده باشه که هر روز محتاج فیدبک از دیگران هست، یا برعکس میتونه از دنیای خیلی شلوغ پلوغ اجتماعی شروع کرده باشه و یواش یواش به خلوت خودش رفته باشه. بخوام من نمونه‌های زیادی هم داریم از ریاضیدانایی که این مسیر دوم رفتن، درسته که اصلا رفتن اصلا تو کوه و دشت دیگه کسی ازشون خبری نداشته، مثل گروتندیک. و رابطه منم با ریاضی میخوام اینجوری بگم که در طول زمان این کش و قوسا رو داشته، این مدت‌هایی بوده که فقط خودم و خودش بودیم به اصطلاح، و بعد این مدت‌هایی بوده که با دنیای بیرون درگیر شده، حالا چه از طریق مقاله مشترک نوشتن، چه از طریق کنفرانس رفتن با دانشجوهای دکترا مخصوصا، یا دانشجوهایی که به هر حال حتی فوق لیسانس که دارن تز می‌نویسن درگیر شدن، و هنوزم میتونم بگم برای من در حال این تغییر و تحول هستش. خود منم تا حد زیادی حس میکنم که دست خودم نیست که در کدوم فاز هستم، بعضی موقع میرم تو فاز درونی بیشتر، بعضی موقع میرم تو فاز بیرونی، ولی به این نتیجه رسیدم که هر دو فاز لازمه در دراز مدت برای خودم دارم. این ترس از این که در واقع تو یه چیزی کم داری، این هیچ جایی بود که مشخصا آگاهانه یا خیلی طبیعی رفتی جلو؟ من فکر کنم اولین بار که این ترس رو داشتم، یعنی ترس برام پیش اومد سال آخر سال دوم، چون تو آمریکا خواستم، این سال دوم دوره دکترام بود، یعنی لیسانس هم گرفته بودم، دوره دکترام شروع شده بود و بعد آخر سال دوم بود که میتونم بگم خوب شد این سوالی کردی اتفاقا، چون عجیبه که قبلش برای من اتفاق نیفتاده بود، به این معنا که اون اطمینانی که اون پسر بچه کلاس دهمی به خودش پیدا کرده بود، من فکر کنم اون اطمینان تا حد زیادی از این سرچشمه میگرفت که میدونستم این کار برای من درسته، یعنی علی رغم میشه گفت سنجش بیرونی، سنجش درونی، اون اغلبه درونی به من گفتش که این کار برات درسته، هرچه بادا باد. و بعد سال دوم دوره دکترام که شروع شده بود، دقیقا موقعی بود که دروسی که ما مجبور بودیم برداریم رو خب برداشته بودیم و دیگه از اون موقع باید شروع میکردیم به آغاز تحقیقات و پژوهش. و اینجا بود که من حس کردم که ممکنه اون چیزی که من لازم دارم برای این مرحله، اون قسمت در حقیقت خلاقیتش، اون این کار جدید کردن، این که واقعا یه ایده جدید رو بتونم بپرورونم، برای اولین بار دیدم که من اصلا تا حالا در این حیطه به خصوص اون شاید اونطور که باید، شاید اطمینان
به نفس کامل ندارم، یعنی حس می کردم که شاید بشه شاید نشه، و اینکه شاید نشه برای من یک تراژدی بود راستش بخوام، برای اینکه من 2 سال از اون بر بعد پس مثلا 7 سال 8 سال بود که من به خودم قول داده بودم که باید برای تو اون مسیر، درسته که دکترای فیزیک بود ولی در ذهن من دکترای فیزیک و ریاضی به اندازه مثلا یه اپسیلون من فاصله داشت، یعنی از اون لحاظ نقض عهد نکرده بودم. حالا این داستان ممکنه برای بقیه هم جالب باشه که بشنون که من اون موقع کاری که کردم برای محکم کاری به اصطلاح این بود که گفتم خب اگه من نتونم دکترا بگیرم تا اینجا اومدم، مثل خیلی از بچهای دیگه که تو شرایط من بودن تو دانش هم کلاسیای خودم، برم یه کمی علوم کامپیوتری یاد بگیرم که بتونم حداقل یه نون آبی در بیارم که وقتی از مثلا یه کارشناسی ارشد راضی بشم و مثلا دیگه افکار بچگانه ای که قبلا داشتم و مجبور بشم که به سر بذارم کنار و با واقعیت کنار بیام. مثلا من هم یه درس قشنگ یادم، یه درس علوم کامپیوتری سخت برداشتم که اتفاقا جالب اینجا بود که ادوایزر خودم، یعنی یه منطقدان بود که در علوم کامپیوتر ساینس هم یه پوزیشن مشترک داشت، یعنی هم تو کامپیوتر ساینس بود هم تو ریاضی، در یه کلاس خیلی شلوغی هم بود، مثلا حدود 50 60 نفر بودن. در این دوران هم کلاس ها اینجوری بود که ما کامپیوتر شخصی نداشتیم، باید میرفتیم دانشگاه اس‌نویسی می‌کردیم، یه ساعت خاصی بریم پشت کامپیوتر بشینیم کار کنیم. خب ساعت محدود بود، مثلا من مجبور شدم خیلی موقع 6 صبح دانشگاه باشم پشت میز شروع کنم مثلا برنامه نویسی از این حرف. یک ماهی از این داستان گذشت و بعد من دیدم این زوری که تو یک ماه زدم برای این کاری که دارم برای این کلاس کامپیوتری میکنم، حتی نصفش هم برای کار ریاضی نکرده بودم قبلا. و این یه برای ماجرا، و دوم ماجرا این بود که بسیار برام تلخ بود این کاری که میکردم، یعنی واقعا مثل جون کندن بود این برنامه کامپیوتری نوشتم، یعنی میتونستم انجام بدم ولی واقعا حس میکردم من این کاری نیستم، یعنی با زور شمشیر میتونم این کار انجام بدم ولی واقعا من این کاری نیستم. پس از دو جهت در حقیقت یه خودشناسی به وجود اومد، یکی اینکه من به اندازه کافی، یعنی به اندازه‌ای که برای این درس وقت گذاشته بودم بود، برای کار خودم نذاشته بودم، یه جوری از دیگر خودم عشقی کار کرده بودم، میدونی؟ و از طرف دیگه این آپشن خوندن کامپیوتر ساینس اصلا برای من آپشن نیست، فقط رو کاغذ آپشن، یعنی و این باعث شد که میشه گفت دیگه باز در مسیری حرکت کنم که دیگه از اون به بعد خوشبختانه مشکلی پیش نیامد، بعد تزم رو نوشتم و بقیه داستان. اول این قسمت اعتماد به نفسش و این قسمت این که آیا من برای این کار ساخته شدم، خیلی سوال سختی البته، یعنی هر کسی باید یه جوری به نحوی با خیلی خیلی شخصی جوابش بده، ولی من مخصوصا تو سیستم دانشگاه غربی و آمریکا مخصوصا که تغییر رشته بسیار بسیار راحته، بسیار راحت مثل آب خوردن، دیدم واقعا کسایی که از واقعا یک منتهی دانشگاهی مثلا ادبیات تطبیقی مثلا اومدن تو فیزیک نظری یا حتی بالعکس، و این فکر کنم یکی از مشکلات فرهنگ آموزش پرورش ایران هستش که خیلی کلاسیک و یه جوری قرن 19 هستش، و اینجاست که اون قسمت بیرونی و درونی که قبلا میگفتم، قسمت بیرونیش واقعا عربده میکشه تو گوش آدم و احتیاج داره که آدم یه پنبه بذاره تو گوشش و بیشتر به اون قسمت درونیش گوش کنه. اون موقعی که دانشجو شدی یا آره یعنی دانشجو شدی و داشتی به سمت ریاضی میرفتی، اون موقع نبود که این دغدغه رو داشته باشی شاید تو حل مسئله خوب نباشی، یه چیزایی جب دوباره افتادی، شاید اینجا مثلا فرض کن که مچ تو بگیره یه همچین چیزی؟ خب ببین الان یه دفعه من یاد از لحاظ ذهنی میدونی یاد چی افتادم، یاد کسی که مثلا دو تا کوهنورد دارم با هم صحبت میکنن و شما دارین راجع به اون لحظاتی که به پای نگاه میکنی یا اون لحظاتی که داری از کوه میری بالا و دنبال جای بعدی هستی میخوای دست بگیری ولی هنوز پیداش نکردی، یا اینکه یه سنگ ریزه از اون بالا میاد نمیدونی رو سرت میخوره نمیخوره، حالا قبلی نخورد ممکنه بعدی بخوره،
اینکه یک تحور و دلاوری در حقیقت تو این کار هست شکی نیست. یعنی من فکر میکنم اون قسمت ماجرا که از لحاظ روحی روانی آدم یه ماجراجویی ذهنی داشته باشه خیلی مهمه. البته ماجراجویی ذهنی یه جور توصیف داستانه، یه جور دیگهش یه میشه گفت تحور نامعقوله که آدم مثلا بدون هیچ نوع تناب و دست، هیچ نوع دستگاه کفش مخصوص بلنش بره مثلا یه کوه یخزده اورست، خب غیر ممکنه اصلا. ولی خب به سعیش میارزه، برای اینکه ممکن حداقل 1000 متر اول بشه رفت بالا و بعد به نتیجه رسید که نمیشه بعد از این رفت بالا. من فکر کنم اون قسمت هایی که در حقیقت با اعتماد به نفس سر و کار داره خیلی یواش یواش به دست میاد تا اینکه به یه حالت خیلی تغییر فاز داشته باشه، بگیم من دیگه الان اعتماد به نفس دارم. یه نکته دیگه هم که بگم، اتفاقا میتونم یه جور به این سوال جواب داده باشم، چون این نکته رو همین من چند سال پیش از یه شاعر روس خوندم، شاعر قدری هم هست، این آدمیه که اسمش هست یوزف بروتسکی، الان در قید حیات نیست ولی جایزه نوبل ادبیات رو برده سال 1970. و مقالات متعددی داره راجب، یعنی سوای شعر و شاعریش مقاله نویس هم بوده و خیلی از مقالات هم راجب خود شعرش شاعریش هست و من این مقالات رو میخوندم چون اشعار من روسی نمیتونم بخونم، من همین قسمت شعرش رو میذارم کنار. راجب خلاقیت اتفاقا خیلی صحبت کرده و اینا و خیلی روک و راست میگه که یکی از مشهورترین و بارزترین جنبه های خلاقیت مخصوصا تو رشته خود شاعری، یعنی شما هیچ وقت مطمئن نیستین که آیا دفعه دیگه من موفق خواهم بود یا نه. و خیلی روکولاس میدونین و همه ما تکنیک های برای خودمون، یعنی این از زبان اون دارم میگن که حالا زبان یه شاعر دیگه هم هست، شاعر انگلیسی هم از خوندن یه چنین چیزی گفت، که ما کلی ادوات برای خودمون تعبیه کردیم که بتونیم اون خلاقیت رو بپرورونیم. مثلا از لحاظ شیمیایی مواد مختلف وارد بدنمون کردن، موسیقی گوش کردن، راه رفتن، با آدمای خاصی نشست و برخاست کردن، ولی اینا فقط تا حدی کار میکنه و بعضی موقع نتایج معکوس هم داره. نهایتا هنوز ما خودمون نمیفهمیم که چی باعث میشه که بتونیم اون کار بعدی رو خلق کنیم. برعکس خلبان یا یه دکتر دندونپزشک، این یه چنین آدمی باید روز بعد از روز بعد از روز بتونن هواپیما رو خلبان بلند کنه بشونه، دندونپزشک باید کار دندونپزشکی رو جوری انجام بده که هر صبح که بلند میشه میره سر کار نگه من میتونم آیا این دندون رو پر کنم یا نه. میدونی این واقعا فاجعه است اگه دکتر آدم یه چنین مشکلی داشته باشه هر روز صبح. ولی تو ریاضیات چون با خلاقیت سر کار داره، هیچ جنبه الگوریتمی و مکانیکی نداره، این قسمتی که باید باش آدم بسازه اینه که بله بعضی موقعا نمیاد و ممکنه هم نیاد، ولی اون محیط انقدر، اون چیزی که میتونم بگم برای من جذاب بوده اینه که انقدر اون وسط سوای خلاقیت برای یادگیری و بعد البته اگه در کار تدریس هم باشی، تدریس انقدر فعالیت واقعا جانفضا وجود داره که برنزه کافی سر آدم گرم هست و چه بهتر که بعد از هر از چند وقتی بتونی یه چیز بدی اضافه کنه. مثلا این جواب کوتاه من. تا آخره در واقع سال اول لیسانس بود که تصمیم گرفتی که میخوای بری ریاضی، بعد از اونجا رو تا تقریبا تا دکترا میری جلو؟ چون من اصلا نمیدونم از اون قسمت چه اتفاقی افتاد. من برای دوره لیسانس هم در دانشگاه ایالتی آیووا بودم. آیووا یک ایالتی در درست وسط آمریکا، یکی از ایالات میدوست حساب میشه که مثلا میشیگان و ایندیانا و مینسوتا در اون منطقه هستن. عرض کنم حضورت، این دانشگاهی بود که علتی که من اونجا رفتم، خیلی از خود آمریکایی میپرسیدن که تو برای چی اینجا اومدی؟ یعنی خودشون مثلا مثل که مثلا آدم رفته باشه دانشگاه در یک نقطه دوردست تو ایران، یه مثلا یه فنلاندی مثلا اومده اونجا میگه چرا اومده اینجا، مثلا چرا مثلا نرفتی تهران مثلا یا شیراز مثلا یا اصفهان. علتش این بود که در اون دوره یه تعدادی از دانشگاه آمریکا
خیلی ایرانی پذیر بودن و با بعضی از این بنگاهایی که به دانش آموزا کمک میکردن که بیان آمریکا یه همکاریایی داشته. اون دانشگاهی که مثلا من اول رفتم تو همون دانشگاه ایالتی آیووا، دانشگاه برای مهندسیش معروف بود، یعنی مهندسی و علوم پایه‌اش. و من در دبیرستان البرز که من بودم، هر کلاس 50 نفر بودن، ولی در هر مثلا کلاس 12 ما 12 تا کلاس 50 نفری داشتیم، پس 600 نفر در کلاس مثلا فارسی همیشه بودن. خب از اون عده که دارم میگم که از اون 600 نفر البرزی، من فکر میکنم حدود 15 نفر 20 نفر شاید از اون عده تو همین دانشگاهی که من دارم میگم اومدن. یعنی من به محض ورود یه دفعه یک لفافه کامل البرزی دور و برم بود و خیلی برام عجیب بود که فکر کنم از مثل که رفته باشه کره ماه و حس نکنه رفته کره ماه و هنوز مثلا بتون بری بقالی. خب پس تو این دانشگاه بود که آره، من درست اگه بخوام خیلی یواش یواش بگم، سال اول دانشگاه هم که اون دو دلی برام به وجود اومد، میتونم بگم سه دلی، فلسفه، فیزیک یا ریاضی، و آخر سر به طرف ریاضی مثلا تصمیمم گرفتم. یه نفرم باید بگم که خیلی نقش مهمی داشت این وسط، خیلی ممنونم که از من خواسته که برگردم اینکه قسمت رو یواشتر بریم جلو. من البته استادای خیلی عزیز داشتم که از همشون خیلی چیزای واقعا خوبی آموختم، ولی یکیشون بود که میتونم بگم از لحاظ اون قسمتی که شما از لحاظ احساسی با این مطلبی رابطه برقرار میکنی، نه فقط از لحاظ علمی، یه ریاضیدان ایرانی ارمنی، حتی خودش میگه من ایرانی ارمنی روسی هم، الکساندر آبیان، ABIAN، این از دانشگاه تهران لیسانس رو گرفته بوده و بعد میاد آمریکا و دکترا ریاضی میگیره، دکتراش هم در مثلا معادلات دیفرانسیل میگیره، ولی از اون آدما بود که عاشق، میشه گفت عاشق و کشته مرده ناب ریاضیات بود. یعنی آدمی بود که مخصوصا برای دانشجوی جوونی که واقعا چنین تیپای خیلی روش تاثیر دارن، چون بقیه خیلی خوش خالی میون قضیه ثابت میکنن میرن، ولی مثلا یه تیپی بود که هی میگفت ببین چقدر قضیه قشنگه، ببین چقدر این قضیه زیباست، مثلا سه تا برهان مثلا من میخوام براش بگم، به من بگین کدوم از اینا قشنگ تره مثلا. من یادم یه اصلا یه روزی بود که واقعا برای من خیلی تاثیرگذار بود، داشتم توی راهرو دپارتمان راه میرفتم و یه دفعه از دم دفترشش رد میشدم و یه دفعه گفتش که علی یه دقیقه اینجا، یه دقیقه اینجا، من رفتم تو اینا، گفت یه دقیقه اینا گوش کن. بعد توی یه دستگاه کاست داشت نوار که از سوناتای بتوون گذاشت، گفت فقط اینو گوش کن، فقط اینو گوش کن. بعد من فقط گوش کردم مثلا 10 دقیقه و اونم گوش می‌کرد، منم گوش می‌کردم و اینا، بعد فکر کردم فقط همینه. بعد اینکه تموش مثلا اون 10 دقیقه که تموش شد، گفت حالا ببین میخوام برات یه برهانی بگم که امروز من کشف کردم بهش رسیدم که چرا میتونم حتی بگم اون حکم چیه، چرا وقتی یک زیرمجموعه‌ای داریم بسته از اعداد حقیقی و اگه بدونیم که ناشماراست و میتونیم یک تناظر یک به یک با تمام اعداد حقیقی برقرار کنیم بین اون مجموعه بسته ناشمارا و تمام اعداد حقیقی. خب این قضیه رو برام تعریف کرد، یعنی برهانش ببخشید، قضیه رو گفت که من نشنده بودم، بعد ظاهرا کانتور اون عوض شده کرد، بعد پای تپسی برای من توضیح داد و اینا، گفت فهمیدی؟ خب من فکر کردم فهمیدم، گفت خب اگه فهمیدی پس بیا برای من، تو برای من بگو. خب منم تا یه جایی رفتم بعد گیر کردم، گفت پس نفهمیدی، باز اومد یه بار دیگه توضیح داد، گفت این دفعه فهمیدی. خب این دفعه خب من دیگه خوب گوش کرده بودم و شیرفهم شده بودم، براش توضیح دادم. و عجیبه این قضیه در چندین مورد در حتی کارهای تحقیقاتی من به دردم خورد در سالهای خیلی خیلی بعد، ولی اون چیزی که خیلی برای من میشه گفت نقطه عطف بود این بود که این آدم واقعا داره با ریاضیات حال میکنه، این اصلا ریاضیات رو کار نمیکنه چون داره حقوق میگیره یا کسی ازش انتظاری داره، میدونی این برای دل خودشه، ولی در اون لحظه به خصوص چون یه جوری جانش به آتش کشیده شده میخواد با یکی شریک بشه. و این رو من واقعا تو کمتر کسی دیدم، میدونم که خیلی از ما این احساس رو داریم ولی بیان نمیکنیم. از لحاظ فرهنگی هم
در یه فرهنگ های خیلی سخت بیان کردنش، چون اصلا از بچگی یک نوع ابراز احساساتی روش سرکوش گذاشته میشه. ولی این عشق کامل به ریاضیات به عنوان یک موجود زیبا که حد و مرز نداره، توپولوژی باشه، جبر باشه، منطق باشه، تئوری مجموعه باشه، این که یک شما راجع به یه موجودی حرف میزنی که جنبه‌های مختلف داره و خب این رو من خیلی اثر گفت. پس چیز بودم، 3 سال در دانشگاه آیوا بودم و علت که 3 سال بود این که سیستم بود که میتونستم تابستون‌ها درس بخونم و یکمی سریع‌تر درس رو تموم کنم. ببخشید. بعد که رفتم ویسکانسین، اونجا 5 سال در اون دوران من ویسکانسین بودم که اتفاقا سال اولی که ما شروع کردیم، یعنی ترم شروع شد، درست سالی بود که انقلاب ایران چند ماه پیشش اتفاق افتاده بود و اون سال تحصیلی که ما در ویسکانسین شروع کردیم مثلا تحصیل، میگم ما برای اینکه مثلا ما ایرانی‌های دیگه‌ای هم بودن تو دانشگاه من، درست سالی بود که گروگانگیری معروف سفارت ایران اتفاق افتاد که اثرش آنی بود در همه آمریکا و حتی در محیط‌های دانشگاهی و یک زلزله بود واقعا. یعنی جوری بود که شما وقتی وارد دپارتمان می‌شدی، یعنی من یادمه مثلا 2-3 روز بعد از این واقعه همه از من می‌پرسیدن نظر چیه، و آیا موافقی یا مخالفی، و یعنی بعد کاملا جبهه مشخص می‌کردی که کدوم بری است. و خب این قسمت ماجرا خیلی میتونم بگم سال اول و دوم برام خیلی سخت کرد، یعنی فقط یه قسمتش قسمت روحی روانیش بود که این اتفاقایی که داشت توی ایران میافتاد و محیط دانشگاهی و به طور کلی محیط آمریکا یه دفعه از این رو به اون رو شده بود. مایی که وقتی رفتیم آمریکا اگه میگفتیم اهل ایران هستیم، یکی از این 3 چیز رو به ما میگفتن تو حیاتتون شما چای نفت دارین، یا میگفتن که چند تا قالی تو خونتون دارین، یا میگفتن چند تا گربه ایرانی دارین. بعضیشون هم که دیگه خیلی خیلی پرت بودن میگفتن که شتر سواری چطوره، نمیگه خیلی دیگه خیلی میخواستن چیز کنن. من تمام این موضوعات دیگه کنار گذاشته شد، همش رو دیگه داستانهای سیاسی براز. یه اتفاق خانوادگی هم که برای من افتاد که برای من خیلی تاثیر داشت این بود که خواهر و برادرم از ایران، یکشون 9 ساله یکی 11 ساله، درست موقع انقلاب شده بود، اینا رو پدر مادر من فرستادن پلو من و همسرم که دقیقاً ازشون سرپرستی کنیم. قرار بود که مدت کوتاهی باشن و برگردن وقتی اوضاع آروم بشه، اوضاع آروم، که اون بر همون اون چند سال اول که دقیقاً 3 سال باشه، من یه دفعه از نقش برادر به نقش پدر تبدیل شدم، چون سرپرستی خواهر برادرم من به عهده‌ام گذاشته بود و بر همین اون دورانی که ویسکانسین بود میتونم تقسیم کنم به اون 3 سالی که خواهر برادرم با من بودن و من سوای دانشجویی بعد به اصطلاح سرپرستیشون میکردم، و بعد اون 2 سال آخر که برگشتن ایران، و میتونم بگم وقتی که برگشتن خودم فکر یعنی متوجه نبودم، ولی مثل کارم مثل برق جلو میرفت. چون یه فیلم تخیلی علمی هستش، یه شخصیتی، فیلم انگلیسیه، یه شخصیتی فکر کنم اسم فیلم هست دکتر مونچاوزن، The Adventures of چیچی مونچاوزن، فیلم معروفی. یه کاراکتریه که شما از اول فیلم که میبینیش، یه وزنه بزرگ همیشه از اون وزنهایی که به زندانیا وصل میکنن به پاشه و حرکت میکنه، و در اثر این که باید همیشه این وزنه رو به خودش هم کنه، خیلی خیلی عضلات قوی تو پاش داره، ولی خب وقتی این به پاش وصله خیلی آروم حرکت، اصلا آدم معمولی حرکت میکنه اینا. و بعد در یک لحظاتی از فیلم این وزنه رو از پاش برمی‌دارن و این مثل فرفره، مثل مثلا یک پلنگ تیزپا حرکت میکنه. و خیلی موقع ما تو زندگی فقط وقتی که اون وزنه برداشته میشه متوجه میشیم یه وزنه به پام وصل تو اینا. من اول که وارد ویسکانسین شدم میدونستم که میخوام منطق بخونم، دکترام تو ریاضیات هستش، تو تئوری مجموعه ها،
چرا منطق اصلا؟ یعنی در واقع ببین الان از فیزیک شروع کردی، بعد بین ریاضی و فلسفه و فیزیک منطقی ها کجای کار بود؟ آفرین، آن خیلی سوال خوبی. آره. خب پس من باید اینو بگم که ما توی اون کتابخونه معروفه که پدرم داشت، کتابای از برتران راسل هم بود و من اولا اینو گفته باشم، اتفاقا ممکنه برای کسایی که این برنامه رو بعدا خواهند دید شنید یا دردناک باشه یا جالب باشه، که من اصلا مدت ها اصلا میتونم بگم من اولین کتابی که خوندم خیلی دیر خوندم، یعنی اولین کتابی که میتونم بگم از اول تا آخر خوندم اصلا خجالت آوره. من فکر کنم کلاس 11 هم بودم خوندم و کتاب سپید دندان جک لندن بود. یعنی بگم کتاب ها، یعنی من بعدها خوب عاشق مطالعه شدم، ولی با اینکه این همه کتاب دور برم بود، بچه بازیگوش خیال پروری بودم. یعنی واقعا دوست داشتم مثلا کلی چیز میز این برابر بخونم و اینه، ولی اینکه بگم این کتاب بگیرم از اول تا آخر بخونم نبود. ولی کتاب راسل رو دیده بودم و اینکه راسل یک فیلسوفیه که در منطق ریاضی تخصص داره، همیشه به عنوان یک چیز مرموز برای من بود که اصلا منطق ریاضی چیه، منطق اصلا منطق چیه، بعد منطق ریاضی چیه، بعد چه رفتی با فلسفه داره. و وقتی که سال اول دانشگاه ما تو آیووا تموم کردم، همون سالی که به سال ما وارد شدیم، من هیچ قرار نبود درس فلسفه بردارم، ولی یک دوست نازنین دارم که همکلاسی البرزین بود، که اونم اتفاقا من و اون تنها کسایی بودیم که وقتی وارد شدیم گفتیم به جای مهندسی میخوایم فیزیک بخونیم، بقیه همه گفتن میخوایم مهندس بشیم. و یعنی حتی من توجه که میدونم تو 600 نفری که البرزی که سال 1155 دیپلم گرفتن، توجه که میدونم من تنها کسی هستم که ریاضی خوندم، یعنی رفتم ریاضیات سر تخصص دارم. حالا دوست نازنینم که دارم میگم، که اسمش هم میگم سیامک هوشیدر، شروع کرده بود درس فلسفه برداشتن. و بعد اتفاقا یکی از کتبی هم که میخوندم تون درس فلسفه مال برتران راسل بود و این. و این من و این هم اتاقی بودیم، این من برای اون توضیح میدادم که چی یاد گرفتم تو دروسی که مشترک نبود، اونم برای من توضیح میداد. صبح و شب هم بحث میکردیم، بحثای معمولا سیاسی نبود، بحثای فلسفی علمی بود و این. مثلا راجع به علیت، مثلا آیا اراده آزاد وجود داره یا نداره، مثلا ما صدها ساعت بحث میکردیم با هم دیگه، آخر سرم هیچ کدام اون که متقاعد نکرد. ولی این توصیفی که از این دروس فلسفه داشت برای من سیامک، باعث شد که من تشویقشم برم هم فلسفه بردارم هم منطق رو، در یه درس منطقی هم تدریس میشد توی دپارتمان فلسفه. و این دوتا روی من خیلی تاثیرگذار بود، به این معنا که دیدم که اون یه قلق فلسفی رو من دارم، یعنی یه دردایی که من از بچگی داشتم اینو در حقیقت فلسفه است. می‌دونید چون تو سیستم آموزش ایران اصلا هیچ جایی براش نبود که یه جوری خودشو بروز بده اینا، و اون سوالاتی که فلسفه مطرح میکنه و اون ریز کاریه که باید انجام بده از لحاظ مفهومی، از لحاظ لغوی، دقیقا اون چیزی که حس کردم بهم میسازیدم که آها این چیزی که من دوست دارم بیشتر یاد بگیرم و به اصطلاح بیشتر دور برش باشه. و بعد دیدم چقدر زود و بعد عاشق، خب یه اسم بسط حالا میخوام بگم اینه که از راسل رسیدم به ویتگنشتاین. ویتگنشتاین خیلی رو میشه گفت رو زندگی آکادمیک من تاثیر داشت، چون من در اون 3 سالی که لیسانس ریاضی میخوندم و اینا، صبح و شب بعد از اینکه دیگه یه جوری از راسل خسته شدم ویتگنشتاین میخوندم، یعنی صبح و شب کارم ویتگنشتاین خوندم بوده. البته یه دروسی هم داشتم که برمی‌داشتم. و ویتگنشتاین از منطق فلسفه، از منطق ریاضی فلسفه شروع کرده بود، یعنی فقط اون کتاب معروفش که رساله منطق فلسفیه میشه گفت یکی از مبادی منطق ریاضی هستش، که البته خب خیلی کلاسیکه. و بعد این آدم میشوره بر علیه
مبانی منطقی زبان و بعد اون ویتگنشتاین متأخر دقیقا شناخته میشه که اصلا برای خودش داستان مجزاییه. و این ویتگنشتاین متأخر بود که من خیلی بیشتر حتی بهش علاقه مند شدم. حس کردم در اون 3 سال، مثلا من 30 سال عمر ویتگنشتاین که از ویتگنشتاین اول به بعدی رسیده بود، من در از اون 3 سال خیلی اکثر با اون چتاب کامل رسیدم به این داستان که بله، منطق ریاضی چیز بسیار زیباییه، خیلی هم خیلی واقعا میشه روش کار کرد، ولی دغدغه‌های فلسفی رو نمیشه با منطق ریاضی حل کرد. دغدغه فلسفی برای خودش اصلا یه داستان دیگه داره. به نظر میاد یه خطای شناختیه که میتونی با مثلا منطق ریاضی این کار انجام بدی. حداقل من به این نتیجه رسیدم. این برای خودش بحث فلسفی بزرگ. اینجا بود که این در حقیقت پیش زمینه که از به خاطر آشنایی با راسل، اسم راسل داشتم به عنوان یک موجود آشنا. و بعد این تماسایی که الان بهش اشاره کردم و بعد اون دروسی هم که تو منطق شروع کردم برداشتم، هم تو بخش ریاضی هم تو بخش فلسفی و مخصوصا تئوری مجموعه ها. یعنی منطق رو من اینجا دقیقا دارم، تئوری مجموعه ها بخشی از منطق دارم میخوام حساب کنم، با اینکه خیلی موقع ها اینا از هم سوا هستن اینا. چون همین آقای استادی که بودم الکساندر آبیان یک درس 1 ساله تئوری مجموعه ها ارائه میکرد در سطح گراجویت که 6 تا دانشجو داشت که من سال آخری که لیسانس میخوندم من تو کلاس ثبت نام کرده بودم و اصلا کیف میکردم، یعنی حس میکردم اصلا چیزی از این قشنگتر و جالبتر و زیباتر اصلا پیدا نمیشه تو دوری. و این کلاس در حقیقت میتونم بگم بود کلاس تئوری مجموعه های آبیان که وقتی که لیسانس هم گرفتم به من این اطمینان داده بود که من میخوام تو این راه ادامه بدم، چیزی که با تئوری مجموعه ها و با منطق ریاضی سر کار داشته باشه. البته به خاطر اون داستانی که راجع به آبیان گفتم که خیلی تاکید میکرد که زود متخصص نشو، خیلی تاکید میکرد که ریاضی رو همیشه خیلی عام نگاه کن، خیلی به من کمک کرد. یعنی من با اینکه با این دید رفتم ویسکانسین که میخوام منطق ریاضی بخونم، این پس زمینه ذهنی هم داشتم که برای اینکه موفق باشم تو رشته باید تا اونجا که میدونم همه ریاضی رو یاد بگیرم. و چون تمام ریاضی الهام بخش اون قسمت منطق ریاضی، این منطق ریاضی متاسفانه حالا شاید هم خوشبختانه نمیدونم، ولی متاسفانه برای منطقان ریاضی یه وشه خیلی منفی داره بین خیلی از ریاضیدانا به عنوان کسایی که بیشتر متوجه نکات خیلی خیلی نامربوط و بی‌ربط ریاضی هستن، مثل نقطه گذاری و پرانتز نوشتن و در زبان نشانه ها سمبولیک لاجیک مثلا یه استدلال خیلی ساده ره که شما در لحاظ شفاهی میتونی مثلا ظرف مثلا 1 دقیقه 30 ثانیه توضیح بدی، وقتی برهانش رو می‌نویسی از سمبولیک مثلا 3 صفحه سمبول، خب معلومه که این یه ریگی به کفشش هست، وگرنه چرا یه موضوع به این سادگی اینقدر پیچیده میکنه. ولی خب خوشبختانه منطق ریاضی خیلی بیشتر از این هستش. یعنی اون دردناک در این درسته که من میتونم بگم همیشه دادم تو ریاضیات، درس اول منطق ریاضیه که برای خودم خنده داره که کسی که تخصصش تو منطق ریاضیه دردناک در این درسش این باشه. چون برای اینکه واقعا شما بخواید این درس رو خوب درس بدیم باید دانشجو حداقل 3-4 سال ریاضی خونده باشه و این دروس منطق ریاضی معمولا سال اول و دوم تدریس میشه، مثلا در کنار مثلا گروپ تئوری مثلا یا در کلاس آنالیز. اصلا دانشجو اصلا تجربه با ریاضیات نداره و برای همین یه چیز خیلی خشک و خالی نسبتا بیروحی از آن در میاد. اون کلیشه‌ای که گفتی که آدم‌ها نسبت به منطق فکر می‌کنن، چون همینطور که داشتی میگفتی من این سوال برام پیش اومد، تو خودت در واقع به عنوان که در واقع از بچگی برای تخیل توت پررنگ بوده خب و در واقع انتخاب منطق برای خود منم می‌دونی این دوتا مثلا آدم احساس می‌کنه اینجا تخیل در واقع به تعطیل یه جورایی یک حالا میخوام بدین به خودت موقع که روی یه مسئله فکر میکنی، نمیدونم فکر کنم دارم خیلی جلو میبرم، بازم این میدونم که آدمای مختلفن، مثلا بعید میدونم خیلی با دقت منطقی شروع به فکر کردن به اون مسئله. خیلی سوال خوبی داری میکنی، برای اینکه اتفاقا یعنی دقیقا میدونم داری چی میپرسی و میتونم سعی کنم جواب که
گویای حال خودم هست برای به دقت توضیح بدم. اون چیزی که منطق ریاضی رو برای من و خیلی از منطق داره جذاب میکنه، اصلا و ابدا دقتش نیست، چون ریاضیات معمولی هم، معمولی معنای ریاضیات غیر منطق ریاضی هم به همون اندازه دقت داره. بیشتر در مفاهیمی هست که استفاده میکنه و مفاهیمی هستش که مثلا مفهوم زبان در ریاضیات. یک ریاضیدانی که نظریه گروه ها کار میکنه یا تو هندسه کار میکنه، معمولا اگه درس منطق ریاضی نداشته باشه یا حساسیت های منطقی نداشته باشه، مفهوم زبان اصلا براش وجود نداره، یکی از چارچوب های ذهنیش اصلا نیست و وقتی پیش بکشی اصلا میتونه حتی به خشم بیاد که اصلا هیچ ربطی نداره من کاری که دارم میکنم به زبان و اینا، به اینقدر منو درگیر زبان نکن. در حالی که وقتی که مثلا یک کسی که با اون دیدگاه منطق ریاضی میاد به گروه نداره گروه ها نگاه میکنه، به هندسه، اون چیزی که به راحتی به ذهنش میرسه اینه که شما بخواید یک هندسه ای رو گوش کار بکنین، اون مفاهیم اساسی که میخواین بگیرین و بعد با اون مفاهیم اساسی شروع کنین حرکت کردن، اون زبانه در حقیقت، و بعد میتونی خیلی به دقت این رو نظام بندی بکنید که اگه من این زبان رو داشته باشم یک چنین هندسه ای میتونم توصیف کنم، اگه این زبان رو نداشته باشم چنین هندسه ای رو، یا حتی رابطه بین این زبان ها چی، آیا میشه به هم ترجمهشون کرد، نمیشه ترجمهشون کرد، آیا من بخوام یه مثال خیلی کوچک بزنم که اتفاقا راجع به هندسه نیست ولی میتونه زود به اصل مطلب برسه، اینه که ما اگه نگاه کنیم به اعداد طبیعی و فقط راجع به عمل جمع صحبت کنیم، بهم میگن یه حسابی که بهش میگن، یعنی در منطق ریاضی بهش میگن پرسبرگر اریتمتیک. پرسبرگر یک ریاضیدان لهستانی بود، اریتمتیک شاگرد تارسکی بود. بعد خب اگه بخوایم راجع به این در حقیقت اعداد طبیعی و جمع بخوایم صحبت کنیم، اون زبانی هم که میخوان استفاده کنیم البته باید توش سور داشته باشه، یعنی سور به معنی که بگیم مثلا به ازای هر x به ازای هر y، x به علاوه y مساوی است به y به علاوه x، پس یه جمله در این زبان و کلی جملات مختلف میشه نوشت در این زبان، که بعد خب این جملات ممکنه بعضیاش صحیح باشه بعضیاش ناصحیح باشه، به معنی که در اعداد طبیعی صدق بکنه یا نکنه. پرسبرگر ثابت کرد که اگه فقط جملاتتون از این زبان باشه، یه الگوریتم وجود داره که شما این الگوریتم رو میتونید استفاده کنید وقتی که کسی یه جمله می‌نویسه، این الگوریتم میتونه تشخیص بده این جمله آیا صحیحه یا ناصحیحه، بهش میگن decidability. ولی اگه زبانتون نه تنها از جمع بلکه از ضرب هم بتونه استفاده بکنه، جملاتی که می‌نویسین از ضرب هم استفاده کنه، اصلا داستان کاملا زیرو رو میشه و قضیه گودل میاد و اصلا هیچ الگوریتمی وجود نداره برای چنین تشخیصی. پس یه چیز ریزکاری خیلی کوچیک راجع به اینکه آیا میتونیم از یه علامت به علاوه یا دو تا استفاده کنیم، یه دفعه داستان مثلا از کره ماه میکشونه به راه شیری، اصلا از یه چیز خیلی عظیم. خب حالا برمیگردم اون سوالی که کردی راجع به عرض کنم اون میشه گفت پوسته منطق ریاضی و خود درون منطق ریاضی، یعنی کسایی که منطق ریاضی کار میکنن، کسایی که منطق ریاضی کار میکنن معمولا فرمال فکر نمیکنن، یعنی واقعا همقدر تصویری فکر میکنن و شهودی که کسی که مثلا تو توپولوژی کار میکنه، میدونی، و فقط موقع نوشتن مقالات هست که یه دفعه تمام اون فرمالیسم میاد جلو. و واقعا این یه مشکل خیلی جدیه به نظر من به طور کلی تو ریاضیات، ولی خب مخصوصا تو ریاضیاتی که با مثلا من با منطق ریاضی سرکار داشته باشه حتی بیشتر میشه. و اون حالا مثلا برای کسایی که موسیقی دانن، فرق بین دیدن، من خودم موسیقی نمیخونم ولی دخترم موسیقی، چون خودم یاد نگرفته بودم خیلی خوشحال بودم که دخترم یاد گرفت، و اون فرق بین نوت خوندن، وقتی شما نوتی میخونید تا چه حد اون نوتی که دارین میخونید در ذهن شما اون هارمونی رو میپرورونه، یعنی میتونید بشنوید اون نوتی که دارین میخونید، این یه
واقعا قابلیت خارق العاده ذهن انسان میگه. حتی تو شعر خودمون، تو شعر حالا چه زبان فارسی چه زبانهای دیگه، من خیلی موقع به این نتیجه رسیدم وقتی من شعر رو بلند بلند میخونم اصلا کاملا یه جور دیگه میفهممش تا اینکه وقتی که زمزمه میکنم یکی خیلی ساکت میخونمش. و برای همین همیشه یک مقاله ریاضی میشه گفت، ولی یک توصیف خیلی شاید خیلی قشنگی نیست، ولی یه جسده، واقعا یه جسده، چون اون موجود چند بعضی موقع چند سال برای خودش در حال تکاپو بوده، حرکت کرده، به جهات مختلف رفته و آخر سر یک فریز فریم شده در یک ادل لم و دفینیشن و قضیه و بعد دیگه تکون نمیخوره و اصلا معلوم نیست چجوری ساخته و پرداخته شده، میدونی؟ و برای همین این اون چیزی که برگردیم به قسمت منطق ریاضی، اینه که قسمت واقعا غلط انداز این رشته است تو ریاضیات، که منطق ریاضی بیشتر وسواس داره تا مثلا هندسه یا جبر یا تئوری گراف ها. همه ریاضیدان ها، یعنی من به این نتیجه رسیدم واقعا از موقعی که ریاضیات گرفتم، این که اصلا ریاضیات با وسواس سر کار داره، سراپا وسواسه. ریاضیات البته منظورم محضه، چون اون چیزی که ما به عنوان دانش آموز و دانشجو و ریاضی کار یاد میگیریم اینه که این هی وسواس رو در خوابمون بپرورونیم، که حتی لازم نباشه به یک داور یا یک خواننده که اینجای کار چجوری میره جلو، خودمون با خودمون صبح شب باید کلنجار بریم که چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد و اینا. و این وسواس ها واقعا من تا اینکه میبینم هیچ فرق نمیکنه تو منطق ریاضی باشه یا تو رشته دیگه ریاضی. تعریف اول از خلاقیت دادی که گفت در واقع این که تو هیچ وقت نمیدونی این بار میشه یا نه. خب یکی از هر دو موردی مثال، یه جایی که خیلی برات روشنه، یعنی اون باری که شد و در واقع از همون پدیدی بیرون گفتی که شد، آها. و اون باری که نشد و که مثلا چقدر روش وقت گذاشتی که نشد. خب من فکر کنم شاید اولین بارقه های چنین احساسی موقعی بود که کلاس دهم که بودم، یه جنبه هایی از حساب دیفرانسیل و انتگرال رو سعی میکردم خودم کشف کنم، به اصطلاح به این معنی که یه کمی یاد گرفته بودم مثلا کتاب ریاضیدان نامی، چون ما تو خود مدرسه مثلا یکم مشتق رو بهم یاد میدادن، ولی مشتق در حد مثلا x دو میشه 2x، نه در من یادم یکی از معلمای ادبیاتمون قشنگ خوب یادم یه روزی بود سر کلاس، معلم ادبیات بود ولی براش خیلی جالب بود که هی میشنفت مشتق، خب واقعا من میشنم مشتقی، مشتق چیه؟ هیچ کی نتونست جواب بده تو کلاس که این مشتق چیه. میدونیم همه گفتن آقا مثلا اگه مثلا سینوس باشه میشه کوسینوس، مثلا اگه اکس و ان باشه میشه فلان، ولی اینکه این چیه رو نمیتونستن. ولی خوشبختانه این کتاب ریاضیدان نامی که من شروع کرده بودم خوندن، این مفهوم شهودی استفاده از تصاویر به اصطلاح هندسی برای فهمیدن مشتق، چیزی که ما وقتی درس میدیم هم نهایتاً به عنوان معلم میشیم تصاویری میکشیم اینا رو تا اینکه فقط الگوریتم که جوری حساب کنیم و اینا. من یادم تو همین کتابی که میگم برهان قضیه اساسی حساب دیفرانسیل، first fundamental theorem به اصطلاح، که این تابعی هستش که نمایانگر مساحت زیری منحنیه، بعد ازش مشتق میگیری خود اون تابع داره دست میاد و اینا رو، من وقتی اینو به اصطلاح شیر فهم شدم با خوندن این کتاب، با اینکه مال خودم نبود، یه احساس خیلی عجیبی بهم دست داد. من فکر کنم تو عمرم این چنین احساسی هم دست نداده بود که انگار که یک معمایی از مثلا خلقت در برای من گشوده شد. و چیزی که در مورد کار خودم اگه باشه که بگم خودم مثلا کشف کردم، که یعنی به این معنی که یه جوری بهش رسیدم، یادم همین دوستم که گفتم اسمش سیامک کوشیدله که فلسفه میخوند و منو تشویق کرد، تو هم کلاسیم بود کلاس دهم، و نمیدونم کجا خونده بود که یه معما خونده بود که طول منحنی که در حقیقت با معمای سیکلوئید میشناسیم، که فکر کنم یه ترجمه فارسی هم داره، اون نقطه‌ای که روی دایره حرکت میکنه مثل یه نقطه روی چرخ که حرکت میکنه، طول اون چقدر میشه اینو. و خیلی عجیبه برای اینکه این مسئله اصلا منو
بد جوری درگیر کرد. من یادمه که مثلا شاید صبح و شب راجع به مسئله فکر میکردم و آخر سر به یک فرمول رسیدم که این فرمول من فقط مثلا اگه میتونستم یه انتگرال بگیرم مسئله حل بود، ولی انتگرال بلد نبودم. و بعد و به محض اینکه یاد گرفتم این انتگرال رو گرفتم و درست جوابی بود که تو کتاب بود، و این موقع بود که انگار از به اصطلاح اون ور کائنات یه چشمکی من زده شد که مثلا تو میتونی بیای تو، میتونی بیای توی محفل به اصطلاح یکم بازی کنی. اون قسمت مثلا مثبت ماجرا، اولین میشه گفت تجربه های خیلی شیرینه. ببین خیلی هم جالبه، در هر دو مورد میشه گفت کاملا درونی بود، برای اینکه با هیچ دو سیستم آموزشی سر کار نداشت. از لحاظ اولین تجربه برعکسش که طول بکشه و یا حتی اصلا انجام نشه، عرض کنم حضورت که اولا که مسائلی که آدم نمیتونه حل کنه که زیاده، یعنی وقتی که اون دانشجو خیلی خوب، پس من اونا رو میذارم کنار یه جوری، برای اینکه مثلا خیلی موقع هستش که مثلا معلم ها یه تکلیف میدن، بعد مثلا معلم آمریکایی این کار میکردن، بعد مثلا یه تکلیف هست که مثلا میگن اینا رو حل کنه خوبه ولی لازم نیست حل کنه، خوب اونا سعی میکنه حلش کنه ولی خیلی بهش بر نمیخوره اگه نتونه حل کنه. ولی توی ببین من میتونم بگم که چون هیچ وقت روی مسئله خاص فقط فکر نمی کردم، هیچ وقت مسئله نبود که منو کلافه کنه و من احساس کنم که نباید ادامه بدم، ولی مسائلی بودن که منو کلافه می کرد ولی چون مسائل دیگه در کنارش سرمو گرم می کرد، یه جوری خوشبختانه این مسئله خصوصی که مثلا من کلافه کرده بود منو زمین نمیزد. ولی من یه مسئله خاص یادمه که در دوره لیسانس ببخشید دکترا روش کار کردم و خیلی امیدوار بودم مسئله رو تو تزم بیارم ولی نتونستم حلش کنم و 20 سال بعد من مسئله رو حل کردم. و این یکی از چیزاییه که خیلی، یعنی واقعا کاملا به این نتیجه رسیدم که یه بخش بزرگی از ریاضیدان بودن یه جور حافظه خاصی داشتنه که بتونی این مسئله رو هم روش کار کنی هم کنار بذاری، برای اینکه خیلی موقع کنار میذاری یکی فراموشش میکنی که هر از چند وقتی قلقلکت بده. و اون چیزی که من اتفاقا یه دورانی بود، ببخشید حرف میاره، من فقط این نکته رو گفته باشم چون یه مربوطه دقیقا به این بحث. یه دورانی بود مخصوصا برای بعضی از کسایی که ریاضی کار هستن و به خاطر وضع زندگی دورانی ممکنه باشه که نتونن به اندازه که دوست دارن وقت رو روی ریاضیات خلاقه بذارن و اینا. من یک دورانی بود که دخترم که دنیا اومد که فرزند اولم هستش، من یه مقاله می نوشتم درست قبل از اینکه به دنیا بیاد و من به این حالت کاملا مسابقه بود که آیا مقاله اول تمام میشه یا اینکه اون دنیا میاد. ولی یه جوری مقاله رو نوشتم مثلا یه هفته قبل از که به دنیا بیاد و گذاشتم کنار، گفتم به خودم که خب بعد دیگه سر فرصت اینو من یه بار دیگه مثلا نگاه میکنم میفرستمش به ژورنال. خب 10 سال بعد اتفاق افتاد، این مقاله رو من 10 سال بعد فرستادم به ژورنال و خوشحالم اتفاقا که این موضوع پیش اومد، به این معنا که تو این 10 سال من خب کار خلاق ریاضی میتونم بگم خیلی کم بود، یعنی با اینکه با ریاضی در ارتباط بودم بیشتر تمام ذهنم رو تدریس گذاشته بودم، تو هر کلاسی که گیرم میام مثلا میکردم درس بدم که ریاضیات جدید یاد بگیرم، نوع جدید توضیح ایده ها مفاهیم مسئله درست کردن برای هر کلاسی که هی هم تکستام عوض میکردم. من هیچ از یک کتاب خیلی کم دوباره استفاده کردم مثلا. و بعد این دوری از مطلب، البته 10 سال فرمول خیلی خوبی نیست، ولی دوری از مطلب وقتی که برگشتم سراغش خیلی کمک کرد که یه مسائلی که نتونسته بودم قبلا حل کنم به راحتی حلش کنم و خیلی پیپر بهتری از آب در بیاد. و این در حقیقت اون بخشی که تو ذهن خیلی موقع بخش پخت و پز شناخته میشه، چون اونطوری که
فکر کنم این تجربه همه کسایی که باز کار خلاق میکنن، مخصوصا تو ریاضیات هستش، ساعتی هستش که ما به طور خیلی خیلی آگاهانه میشینیم روی مسئله فکر کنیم، کتاب میخونیم، مقاله میخونیم، تصویر میکشیم، قدم میزنیم، و بعد ساعتی هستش که ما داریم ظرف میشوریم، داریم قدم میزنیم، مثلا خوابیدیم حتی، و کاملا روی این روانشناسا کار کردن، یعنی متخصصین علوم شناختی مخصوصا، که اتفاقا این پردازشی که تو ذهن انجام میشه، چون قبلا خیلی به طور خیلی میشه گفت گنگ میگفتن این ناخودآگاهه، در حالی که ناخودآگاه خیلی، یعنی درسته ناخودآگاهی به معنی که ما بهش آگاهی نداریم، ولی یه مکانیزم خیلی شناخته شده ای داره و تا حد زیادی میدونن دقیقا کدوم قسمت های مغزش پردازش انجام میده، و اون قسمت هستش که اصلا دست خودمون نیست، و اون قسمت هست اتفاقا خیلی موقع خلاقیت ها بیشتر در اون قسمت بروز میکنه، در اون قسمت پخت و پز در حقیقت، تا اون قسمت فقط اضافه کردن مساله آشپزی به دیگ، اون قسمتی که دسته باید لعاب بیاد و آش پخته بشه. حالا اون قسمتی که در واقع خود آگاهانی روش کار نمیکنه میگن مرحله خیس خوردن، اون مفهومه داره خیس خوردن. ممنونم. آره آره خیس خوردن. قبل از اینکه وارد تدریس بشم میخوام برگردم به اون حسی که از توصیف قشنگی که از ماراتون دادی، اینکه آدمایی که کنارت میگذرن، و اینو رب بدم به انتخاب مسئلت. ببین انتخاب مسئله تو بر اثر اینکه مثلا فرض کن که فلان مسئله حل نشده، مثلا 18 تا آدم دیگه نتونستن حلش کنن، مسئله معروفی من حل کنم، در واقع انتخاب میکنی، یا اینکه با اینکه باش حال میکنی انتخاب میکنی؟ اتفاقا درست وقتی که بدونم اگه آره میتونی حس بزنی که به محصه که بدونم کسی دیگه ای داره روی مسئله کار میکنه، یا ببخشید مثلا اگه کار کرده باشه، اصلا کاملا تمام اون زیبایی مسئله رو از من میگیره. میدونی من فکر کنم یه بخش خیلی مهم وسط اینه که اون ریاضیات رو من یک جهان خیلی عظیم میبینم، میدونی یک سلسله کوهستان واقعا گسترده، میدونی یه دو تا یا سه تا تپه نیست که مثلا باید اینا رو کشف بکنیم و بفهمیم و مثلا کجاشو من باید برم مثلا خفاری کنم و یا برم مثلا پرچمو بزنم اون بالا و اینا. حس میکنم یا راست بخوای یه تصویر دیگه که خیلی موقع تو ذهنم میاد دریاست، و خیلی موقع هم که بعد دانشجوام مثلا دانشجوهای سال اول میگفتن ببینید ریاضیات مثل یه دریاست، چون یه جوری به همین مثلا به جواب این سوال برمیگرده، چون ما تو ایران حداقل اون قسمتایی که به دریای قسمتی از ایران که به دریای خزر نزدیکه مردم بلند میشن میرن دم آب، و یا اصلا تو آب نمیرن، مثلا رو ساحل قدم میزنن، یا مثلا یکم میرن مثلا تا زانوهاشون خودشون خیس میکنن، یا کسایی که کمی شنا بلدن یکم مثلا 100 متر جلوتر میرن، کسایی که متحورتره شاید 200 متر جلوتر برن، کسایی که قایق دارن باز میتونن بیشتر برن مثلا اونجا شنا کنن، و ممکنه بعد با غواصی انجام بدن، باز کسایی که اصلا علوم دریایی میخونن اصلا میرن اون پایین تمامو میشکافن و اینا، یعنی میرن قسمت های تاریک دریا، و برای من ریاضیات یه چنین دنیاییه، و برای همین بیشتر موقع سعی میکنم که خودم اون قسمت های جالبی که مسئله میشه توش پرورون رو خودم کشف کنم و به بقیه پیشنهاد بکنم، مخصوصا به بقیه ای که یا همکار همسنم هم هستن، همسن منظورم از لحاظ شاید از لحاظ تجربه باید بگم، یا جوانتر، و نهایتا و بگم خیلی از این آدم حس میکنم آدم خیلی خوشبختی هم که در مسئله طرح کردن یک شانس خیلی بالایی داشتم، یعنی مسئله خیلی خوبی که به ذهن کسایی نرسیده بود که مسئله جالبیه که نظر بقیه را جلب کنه، باعث شده بود که میتونم بگم تقریبا شاید 95% من چیزایی که نوشتم راجع به مسائلی بود که خودم مطرح کردم، همیشه یه نزدیکی و یک ربطی داشته با دنیای اطرافش، ولی پس اگه بخوایم خلاصه کنیم اینه که من دقیقا اون ریاضیدانی هستم که اصلا
هنوز اون آدمی هستم که میخوام تنها برای خودم برم بدوم تا اینکه صدای نفس نفس زدن کسی رو پشت سرم بشنوم. یا میدونی که یه بخش دیگه اینه که اون قسمت رقابتی، چون اون قسمت رقابتی که در خب در انسان ها به اندازه متفاوت وجود داره، من مثلا توی سن خیلی کمی وقتی متوجه شدم وقتی دارم فوتبال بازی میکنم، چون از بچگی مثلا تو کوچه بازی میکردیم و اینا، این فوتبال حرفه‌ای نه، فوتبال بر سطح همون کوچه خیابون، اونقدر گل زدن بهم لذت نمیداد تا حرکاتی که قبلش انجام میشد، اون پاسای خیلی خوب، اون دریبلای خیلی خوب، اون حرکات غیر قابل انتظار، و یه جوری حس میکردم گل اصلا موضوع رو لوس میکنه، اصلا انگار که اصلا یک به قول انگلیس ها انتی کلایمکسه. و برای همین تو دستبندی به اصطلاح ریاضیدانه دقیقا میام این وره تیف که فکر کنم چون از اولم با این چیز شروع کردم، قسمت درونی میشه گفت سنجش درونی به مراتب مهمتره برام، با اینکه بیرون خیلی مهمه تا سنجش بیرونی، و بر مبنای اون حرکت میکنم. این همیشه حس من وجود داشته که درست مثل یک برهانی که باید پرورونده بشه و سیغل بخوره، یه سوال هم باید یه چنین چیزی باشه. این اولین راجع به یه مطلب، اولین یا دومی یا سومی سوالی که مطرح میشه معمولا هیچ ده آدم نباید خیلی جدشون بگیره، باید همینطور کلی باشون ور بره با اون سوال که تو با حالت خیلی سیغل خوردهش برسه. ببین من حدود چند سال پیش البرت فیسر که یک منطقدان هلندیه که اصلا ایران هم اومده و با ایران خیلی سر کار داشته و با خیلی از منطقدان ایران هم اتفاقا در ارتباط هست و اینا، ثابت کرده بود که حساب پیانو که یک دستگاه منطقی هستش که با اصول پیانو سر کار داره، یه خاصیتی داره که قبلا مثلا کسی متوجه نشده. حالا اون خاصیت من بیان نمی کنم، فقط کافیه که یه خاصیت. بعد من متوجه شدم که چند تا تئوری دیگه هم که تئوری های خیلی معروفی هستن این خاصیت رو دارن، و بعد مثلا مقاله که من نوشتم بود که این تئوری های دیگه هم این خاصیت رو دارن. و بعد یه سوالی که بعد برای من مطرح شد این بود که وقتی نگاه میکنی به برهان فیسر و برهانی که من برای تئوری داده بودم، از تمام زور این تئوری ها استفاده میشه برای اثبات این خاصیت. یعنی این کار که هیچ بخشی از اون تئوری کافی نیست، تمامیت اون تئوری لازمه اینا. و بعد من اینو به عنوان یک سوال مطرح کردم که آیا یه چنین چیزی هست، میتونیم ثابت کنیم که به اصطلاح هیچ بخشی از این تئوری ها این خاصیت رو ندارن، فقط تمام این تئوری ها هستن که میتونن این خاصیت داشته باشن. و این سوال بسیار بسیار سختی از آب در اومد که مثلا حدود 7 8 نفر جای مختلف همکارای من جمله خودم امروز کار میکنیم و سر هممون رو خیلی گرم کرد. ولی سوالیه که نهایتاً یه چیز خیلی میشه گفت ابتداییه، به این معنا که یه خاصیتی رو کشف میکنی برای یه تئوری که ویسر کشف کرده بود. و برای من سوال مطرح شده بود که برای من جالب بود که ویسر خودش نپرسیده بود آیا تئوری‌های دیگه هستن که این خاصیت داشته باشن. پس اون قسمت دوم ماجراست. و بعد قسمت سوم اینه که آیا با توجه به اینکه این برهانایی که ما داریم از تمام توانایی‌های این تئوری استفاده می‌کنه، آیا تئوری‌های ضعیف‌تری پس وجود نداره که این کار رو انجام میده؟ پس با یه لایه بعدی هستش. بر همین خیلی این داستان پیش میاد. من چند روز پیش یک برنامه‌ای رو که قبلا هم نگاه کرده بودم راجع به شاهرخ مسکوب، یه مستندی راجع به شاهرخ مسکوب که اینجوری شروع میشه که مثل اینکه توی یکی از یاد داشته که برای خودش نوشته بوده، اینه که نوشتن آگاهی میاره ولی نه به عنوان آگاهی به آگاهی میاره به ناآگاهی هایمون، به این معنا که
لبه های آگاهی و ناآگاهیمون رو به اصطلاح هی انگار میجوره. حالا من از کلمه خودمون استفاده کردم و اون، چون ما تجربه که همه ما داریم تو ریاضیات اینه که ما هر وقت معمولا یه پیپر خیلی خوب مینویسیم، معمولا چند تا سوال از توش در میاد که نمیتونیم حل کنیم، که اون پیپر خیلی خوبه که با چند تا سوال تموم بشه. و خیلی موقع ها برای همین یه احساسی تو همه ما با وجود میاد که با اینکه ممکنه پیپر 50 صفحه‌ای هم باشه، اون سوالات که اون ته هست یه جوری مهمتر از اون 50 صفحه، چون اون نادانسته های ما رو بیشتر به خودمون نشون میده. اینا به اینجور اکتشاف نادانسته هاست. یعنی میخوای اگه فرمولش رو بگیم که دانایی اکتشاف نادانسته هاست، من به معنی کلمه قصار. من خیلی آدم ها دیدم که در واقع تقریبا جوابش در مورد تو فکر میکنم میدونم، در مورد برخوردت به ادبیات موضوع، در واقع از اونایی هستی که دوست داری چرخ خودت اختلاف. ببین من ریاضیدانه ای میشناسم که از دوستای خودم رسمی صمیمی خودم که واقعا کم با ادبیات کار دارن، در مسئله رو ایدهشون اینه که من باید با ذهن خالی به مسئله حمله کنم و مثلا چرخ و خلق کنم، و خب نتیجهش میدونی که خیلی اوقات اینه که یهو اون چیزی که خلق میشه یهو قبلا خلق شده. بله. میخوام بدم که در واقع تو آره. من فکر کنم حالا نمیدونم دقیقاً، حد میزنم درست حد زدی که من در کدوم برای طیف هستم. عرض کنم حضورت که من خیلی علاقه مندم قبل از اینکه راجع به این مسئله فکر کنم ببینم واقعا چقدر روش کار شده، به دو علت. یکی اینکه واقعا اون هیجان مسئله حل کردن صفر برای من کافی نیست، برای اینکه حس میکنم انقدر مسئله باز وجود داره که من برای چی خود وقت خودم رو صرف کنم روی یکی که حل شده. مخصوصا اگه من بخوام شروع کنم، مثلا ببینید خیلی برای من این کانتکست خیلی مهمه، به معنی که یه مسئله مثلا جلوی شما میارم، بعد مثلا میبینی که خب خیلی از مسائل هم میدونیم غلط اندازه دیگه، برای اینکه مثلا مسئله ای که مثلا راجع به تئوری اعداد باشه ممکنه واقعا بعد یه جور ترجمهش کنی راجع به اعداد مختلف اونجا حلش کنی بعد گردی مثلا برگردی اینجا، یا اینکه ممکنه یه چیز خیلی ساده باشه مثلا فقط با یه معلومات ابتدایی راجع به اعداد طبیعی بتونی حل کنی. ولی اگه چون آدم از قبل نمیدونه کدوم از ایناست، اگه من بدونم یکی مثلا 5 سال 10 سال عمرش رو صرف کرده یک چنین مثلا قضیه ثابت کرده، حس میکنم که واقعا مبنای معرفت بشری تا حد زیادی این انباشته شدنشه. درسته که خیلی خوبه که ما از نو تجربه کنیم این مثلا این شعف کشف دوباره رو اینا، ولی یه تاندانسی من میبینم در دنیایی که توش بیشتر و بیشتر حس میکنم ما هستیم، من فکر کنم تا حد زیادی به خاطر روی هم رفته سرعتیه که فقط هم راجع به اینترنت نیستیم. حس میکنم وقتی نگاه میکنم به ادبیات و تاریخ، شاید از موقع مثلا انقلاب صنعتی این اتفاق افتاده، از موقع مثلا صنعت چاپ، و اون سرعت زندگی و شتاب در همه موضوعات. و من در مورد مثلا همین موضوعی که داری میپرسی یه جوری یه دقه دلی هم راشو بخوای دارم، چون خیلی موقعا میبینم که همکارای من که مطلبی رو مینویسن و مثلا مطلبی رو چاپ میکنن و کشف میکنن و اینا، با ادبیات مثلا 30 سال پیش کاملا ناآشنان. یعنی یه کمی مثلا تو مقالات مثلا 5 سال پیش نگاه کردن، دیدن مثلا نیستش، چون خیلی هم سخته واقعا آدم چجوری بره. درسته که از لحاظ تئوری همشون تو اینترنت هستش، ولی بخوای پیداش کنی کار از واقعا کار ازاد فیل، اصلا به این راحتی نیست. و اون قسمتی که با به انگلیسی میگن کردیت، که دقیقا یه سهمو بدی به که کی اولین بار مثلا این مفهومو معرفی کرد، کی اولین بار اینو ثابت کرد، یه حس میکنم یه دینیه که ما به ریاضیدانای قبل از خودمون داریم. واقعا از حس میکنم یه دین اخلاقیه، یعنی بر همین دارم مسئله اخلاقیش میگم، فقط موضوع فقط علمی نیست، چون ما در رشته ای هستیم که مثلا برخلاف مثلا هنر
مثلا جدید که مثلا شما این نقاشی میکشین هیچ ربطی مثلا به نقاشی قرن 19 ممکن نداشته باشه، یه ایده میپرورونید، رنگای میزنید، طرحهای میکشید و اینا. ما در چنین هیته نیستیم، ما واقعا کارمون ارتباط مستقیم با اعقابمون داره و یه حد اقل دینی که میتونیم ادا کنیم اینه که نگاه کنیم ببینیم چیکار کردن و دیگه بیشتر خودمون آشنا کنیم باهاشون. چون من خیلی، یعنی یکی از کارهایی که من حس میکنم از موقعی که مخصوصا تو 10-15 سال گذشته که این موضوع بیشتر پیش اومده، وقتی که من مقاله داوری کنم، یکی از چیزهایی که خیلی روش وقت میذارم دقیقاً اینه که به نسل جدید همکارای خودم بیاموزم که 30 سال پیش چه اتفاقاتی افتاده بوده که شما تازه کشفش کردین و فکر میکنین که مثلا شق القمر کردید. خلاصه ولی میدونم که به هر حال زمانه الان اینجوریه، یعنی زمانه جوریه که به خاطر سرعتی که در همه رشته ها هست، هم از لحاظ سرعتی که باید سرعت جذب خیلی زیاد هستش، یعنی ببخشید سرعت که شما دسترسی به مقالات دارید در واقع رابطه معکوس داره با اینکه چقدر در هر مقاله خاصی میتونید عمیق بشید، درسته؟ مثلا من یادمه که ببخشید به معنی نکته آخر که راجع به همین موضوع هست، یک فکر کنم حدود 4-5 سال پیش بود، یه تحقیقی شده بود، اتحادیه ریاضیدانان اروپایی یه بولتن دارن که مثل تحقیق کرده بودن راجع به میانگین فاصله که بین چاپ مقاله هست و رجوع به اون مقاله، مثلا در سال 1900 چقدر بوده این میانگین و مثلا 5 سال پیش چقدر بوده، و این میانگین خیلی بیشتر شده. یعنی آدم فکر کنه که باید کمتر باشه برای اینکه دسترسی مقالات راحت تر اینا، ولی مثلا میانگین شاید اگه قبلا مثلا 5 تا 10 سال بود، مثلا الان 20 ساله مثلا، و این نشون میده که معمولا خیلی خیلی سخت مردم مقاله بخونن. قسمت تدریس و در واقع اون جایی که اصلا باعث شد که من تو رو به جنین شانس داشته باشم که بشناسمت، واقعا اون سالی که اومدی شریف درس دادی یک ترم منطق، و من فکر کنم خیلی از ما، اولا خیلی بچه‌ها به سلام رسوندن و خیلی از ما واقعا تجربه خوبی از اون کلاس داشتیم. فقط میخوام در واقع میخوام اون کلاس رو یک کانتکسی قرار بدم بعد سوال بپرسم. ببین تو من سال 70 که وارد دانشگاه شدم، اون اولین سالی بود که تیم المپیاد ایران به عنوان یک تیم واقعا خیلی یهو درخشید. مثلا 2-3 تا طلا داشتیم، نمیدونم فرض کنیم که نقره برنز، یعنی تیم قبلش تکاتوک آدما بودن و یهو دانشگاه اصلا فضاش عوض شد. یعنی ما یه عالمه بچه‌ای داشتیم که از مسیر المپیاد اومده بودن، خیلی میدونستن، و یه بچه‌ای مثل من که میتونه مسیر مثلا معمولی اومده بودن و غیره و غیره. بعد دانشگاه احساس من اینها دوباره ممکنه که واقعا اشتباه کنم، واقعا به عنوان دانشجو احساس این بود که واقعا نمیدونی که چی کار بکنه، میدونی در واقع تطور این تو تک تک کلاس ها در واقع خودش رو نشون میداد. کلاس تو یه جورایی من فکر کنم بتونم بگم حتی تنها کلاس بود که خیلی برای هر دو، بگم نمیدونم بگم آی دو تیف، یعنی برای همه این دانشجوهایی که تو اون کلاس بودن صرف نظر از بک‌گراندشون کلاس هیجان انگیزی شد. تو این کانتکست میخوام قرار بدم تو، یعنی میخوام بگم که طراحی خاصی برای اون کلاس جه. ببین یه دلیلش شخصیت خودت بود بدون شک، این که مثلا با شلوالی مشکی میومدی و با اون کوله پشتی و این چیزا، خود این خب یک فضای متفاوت بودید به هر حال اونجا، ولی از لحاظ این که واقعا طراحی تدریس داشتی یا اینکه با چقدر آگاهانه تو اون کلاس بودی، همه چی دیگه، هر چیزی که در واقع، و از اونجا شروع کن دیگه کلا در مورد تدریست. ولی تو خیلی دوست دارم که چون این کلاس خاص به نظر من خیلی مهم بود برای خیلی از ما. خیلی خیلی ممنون از لطفی که هم خودت داری هم بقیه بچه ها راجع به اون کلاسی که من درس دادم. تجربه بسیار شیرین و واقعا میشه گفت خاطره سازی بود اون کلاس برای من. بذار از اونجا شروع کنم که قبل از اینکه من اون ترم به خصوص بیام ایران، دکتر شهرشهانی بود که خب باش در تماس بودم، چون قرار بود که من فقط برای فرصت مطالعاتی بیام و تدریسم نداشته باشم، فقط تو مرکز تحقیقات مثلا اونجا درگیر باشم. ولی
به درستی دکتر شهرشاهانی خیلی پافشاری کرد که حتما مثلا اینجا هم یه کلاس برای بچه های لیسانس بذار، هم یه مثلا یه سمینار برای بچه هایی که دوره دکترا یا فوق لیسانس هستن، بکنم فوق لیسانس بعد. بعد خیلی هم تاکید داشتش که دقیقا داستانی که میگی راجع به المپیاد یه تاثیر میتونی حدس بزنی دو لبه رو من داشت، چون از یه طرف خب خیلی هیجان انگیزه که با دانشجوهایی که خیلی بکراندشون قوی آدم سر کار داشته باشه، از طرف دیگه خب من دانشجو رو از نزدیک ندیده بودم که اصلا چه تیپ به اصطلاح، چون من سالیان سال بود اصلا ایران اصلا اولین باری بود در ایران تدریس میکردم و عرض کنم حضورت که اون قسمت از ماجرا که برام خیلی گیج کننده بود این بود که آیا همه بچه ها اینجوری هستن یا یه بخش نصف کلاس هست یا یه درصد بالایی، یعنی این داستان المپیادی و به خاطر دقیقا اون پیش‌زمینه هم که بدارم راجع به رابطه خودم با ریاضیات، المپیادی بودن رو لزوماً یه چیز مثبت نمیدیدم، میدونی؟ یعنی درست اگه برگردیم اون مثال ماراتون، اینا قهرمانان ماراتون بودن، دقیقا چیزی که من هیچ وقت دوست نداشتم بدوام، میدونی؟ برای هم یه رابطه کاملا دیالکتیک مثلا من دارم با مسابقات ریاضی به همین خاطر. وقتی که برای همین من یادمه که مثلا اون کلاس که اومدم، خب اون چیزی که من متوجه افراد داشتم نگاه میکردم به مصاحبه با دکتر شهرشاهانی، دکتر شهرشاهانی راجبه این که یه حساسیت داره به دانشجو، نه فقط به درس، به مثلا این که شما متوجه باشی کسی که مثلا وارد کلاس میشه، یکی ممکنه دیشب دارم نقل قول از ایشون میکنم، ممکنه بعد خوابیده باشه، یکی ممکنه دعوا کرده باشه مثلا با کسی، یا خبر خوب شنیده باشه، یا مثلا به طور کلی اون روز مثلا دماغه یا اصلا خیلی گیجه، برای اینکه مثلا شاید کلاس قبلی که بوده مثلا یه مسئله خیلی مهم مثلا مطرح شده که هنوز داره درگیر اون هست. اینکه شما کسی که میاد جلو لزوماً 100% حواسش به حرفای خود شما نیست، یه چیزی بود که من از موقعی که آموز دانشجو بودم که خودم متوجهش بودم که خودم در حالات مختلف هستم. وقتی معلمم شدن این دیگه بیشتر شد، چون همیشه حواسم به خیلی به زبان بدن دانشجو همیشه هستش، هم به طور آگاهانه هم ناخودآگاهانه. و برای همین اون فکر کنم هفته اول که من با دانشجو با بچه‌ها شروع کردم صحبت کردم، من یادم یکی از اولین سوالاتی که کردم مثلا این بود که چون واقعا نمی‌دونستم بک‌گراند رو بعد تا چه حد مثلا میشه گفت بگیرم، مثلا من یادم سوال کردم اگه شنیدین کلمه لن زورنو دست میبریم بالا. مثلا این برای من یه چیز بود که مثلا برای که کلاسای مشابهش مثلا تو آمریکا در اون سر ممکن یه نفر دست نبره بالا، و در این حال همه نبودن یه دستشون بردن بالا. خب پس فکر کنم یه بخش ماجرا شاید این باشه که اولا خیلی این داستان که این میتونم بگم اولین و آخرین کلاسی بود که من به فارسی درس دادم، برای همین خودم آگاه بودم که دارم برمیگردم به مملکتم و دارم درسی رو میدم در چیزی که اصلا خودم این کاره نبودم. آخرین بار که من مثلا ایران خودم چیز بودم طبیعی میخوندم، اصلا ریاضیدان نبودم اصلا، یعنی حالا اصلا برگشتم توی یه جایی که نباید باشم به اصطلاح. ولی اون چیزی که خیلی فکر کنم ته ذهنم همیشه بود این بود که راجع به موضوعاتی صحبت کنم که خودم حس با من دانشجو برام جالب بوده، سوای این که قرار این قراره توی به اصطلاح مواد درسی باشه یا نه، چیزایی که یه تأثیری یا به خاطر خیلی ممکنه آسون بودن، سخت بودن، غیر منتظره بودن، اون چون از این لحاظ خوشبختانه این درس این اجازه به من میداد که یه واریاسیونی داشته باشم، یه چارچوبی رو دنبال کنم، ولی یه موضوعاتی رو کمترش برم توش، بیشتر برم توش، بستگی به اون فیدبکی که از دانشجو میگیرم و اینا. و فکر کنم میتونم بگم هفته اول بود که به من کمک کرد که بقیه ترمو اون آهنگی که دوست دارن و بچه ها تا حدی راحت باشن جلو بریم، یه جوری به یک هماهنگی زمینی رسیدیم که قرار داستان چی باشه. چون باشه اینم من گفته باشم،
اون امپرسیونی که من به عنوان یک دانش آموز تو ایران داشتم، چون ایران دانشگاه نرفتم، این بود که و این واقعا خیلی خیلی میشه گفت ناراحت کننده است، ولی اون بخشی که دانش آموز حس میکردم همش در حال تحقیر شدنه. یعنی من تجربه که داشتم این بود که درسته، یعنی واقعا مکانیزمی که بود قشنگ من متوجه هستم که از روی به اصطلاح بدتینتی نبود، از یه سیستمی بود که اون سیستم دقیقا داشت هی باز تولید میشد و اینا، ولی تجربه یه سیستم آموزشی دیگه دیدن، سیستم آموزشی غربی، و بعد این شانس داشتن که من چون عاشق تلفیقم راست بخوای که چه چیزی میشه از این وسط در آورد، از تجربه معلم بودنی که من قبلا داشتم که جنبه شیرینش و که میشه گفت بومی هستش و اون چیزایی که بومی نیستش که من یه جوری باش خو گرفتم و فکر میکردم که شاید سودمند باشه، و فکر کنم نهایتا یه چنین چیزی بود، این تلفیق این دوتا فرهنگ تدریسی و رابطه با دانشجو که خوشبختانه به تجربه شیرینی رسید آخر است. من یادمه که تو اون کلاس خاص، الان من سب قضایش رو بگم اسمش رو بگم آبرون میده، چون یادم که دو قبل قضایی که آخر ثابت کرد جفتش اس داشت، شاید یکیش بذار آبرومو حفظ کنم ولی سوال بپرسم این که آیا اصولا فرض کن که وقتی درس شروع میکنی یک پلن نهایی، یعنی دوست داری که به فلانجا برسی، یعنی تای خط رو مشخص میکنی با توجه به اون میری جلو، یا اینکه ببین معمولا بله، ولی میتونم بگم بیشتر موقع ناموفق بودم و در این حال خیلی هم احساس یعنی اولا اینو گفته باشم که من هر وقت معلمی، یعنی هم موقع آشپزی هم موقع معلمی به خودم نمره میدم و معمولا نمرم پایینه، دقیقا یعنی به این معنا که همش فکر میکنم که چجوری، علت که نمرم معمولا پایینه این که همیشه حس میکنم که چجوری میشد بهتر باشه، درست مثل معلم های مثلا املا که به ازای هر نگاه نمیکنن چند کلمه رو درست نوشتی، به کلمات غلط نگاه میکنن درسته و آخر سر نمرات رو به خاطر غلط هایی که نوشتی میره. توی تدریس اون چیزی که فکر کنم نهایتا شاید برمیگرده به اون مثالی که روی فوتبال زدم، درسته که گل مبنای پیروزی در فوتباله، ولی اون پروسه فوتباله که فوتبال شیرین میکنه، یعنی اون چیزی که در حقیقت تماشاچی رو میشینه یا بازی اون کسی که بازی میکنه، اون پروسه فوتبال، اون در حقیقت روند درگیریایی که در چیز میکنه. و توی کلاسی که مثلا در ظرف 14 هفته هستش و بعد یک مطالبی رو بحثش رو به جای برسی، حداقل وقتی که یک ببین یه موقعی هستش که اتفاق خیلی خوبه که یه قضیه خیلی خیلی مهمی هست که مثلا میگه ما تمام این چند هفته رو میذاریم که به اون قضیه خیلی مهم برسیم، این از لحاظ یه جوری نمایشی خیلی جذابه و خیلی هم ترتمیزه، ولی خیلی گونزننده است، برای که نهایتا اون چیزی که واقعا قضیه رو قشنگ میکنه تمام اتفاقات قبل از رسیدن به قضیه است. مثلا من یادم اولین باری که برهان قضیه تیکونوف رو من توی کلاس توپولوژی یاد گرفتم اصلا خندم گرفت، برای که مدت هی ما داشتیم کارهایی میکردیم بعد یه دفعه یه خط نشود مثلا قضیه تیکونوف، بعد یه دفعه برهان یه خطی، ای بابا. خیلی موقعا واقعا اینجوریه، یعنی مثلا همون داستان سیمرغ، یعنی نهایتا وزنه اصلی رو میذارم این که من تا حد امکان اون چیزی که قراره که 100% برنامه درسی دارم که این مباحث توش صحبت بشه، اینقدر وقت میخوام بذاریم برای مثلا فلان مبحث، اون ترتیب منطقیش خیلی مهمه، از لحاظ آموزشیش خیلی مهمه، ولی امکان شکست همیشه خیلی بالاست و خیلی هم احساس گناه نمی کنم وقتی که، یعنی احساس گناه هم یه جای دیگه است راسته بخوای، در ناتوانیم در مثلا فلبداهه وقتی دانشجوی سوال میکنه مثلا راجع به مثلا یه مثال نقیض ممکنه بخواد یا یه چیزی خوب نفهمیده مثلا من باید یه توضیح بدم و اینا، اون موقع است که خیلی بیشتر احساس
ناتوانی میکنم تا اینکه آخر سر آیا مثلا به خط پایان رسیدیم یا نرسیدیم، چون نهایتا اون خط پایان هیچ وقت اونقدر مهم نیست برای درس بعدی. اون چیزی که درس بعدی رو کمک میکنه یا نمیکنه اون تکنیک ها و اون مرامیه که در اون کلاس در حقیقت جذب شده. قضیه به اسم قضیه اسکولم داریم یا بله 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 درسته. یه قضیه هست به نام لوونهایم، خیلی خیلی چیزم هست، دو تا اسم هست که آلمانی نروژی، لوونهایم اسکول. آره. و تو میدونی که اون قضیه رو تو اون کلاس گفتی، حالا الان فهم میکنی بعد میگفتی اون قضیه رو. خیلی جالبه که اولا که من حدس میزدم که گفتم، ولی اگه قرار شرط بندی بود مثلا 90% مثلا گفتم. برای همین حالا اینکه آیا باید میگفتم یا نمیگفتم، ببین جالبه، برای اینکه خود قضیه، خود بیان حکمش نسبتا ساده است، ولی برهانش خب پیچیده است. و بعد اگه درست شدن باشه آخر ترم بود، درسته؟ یعنی این چیزی بود که آخر سر بهش رسیده بود و اینا. و چیز من اینجور موقع ها یاد مثال هایی که میزنم یه جوری به کوهنوردی یا یه اکتیویتی فیزیکال رو برمیگرده. تو این کلاس ها، تو هر کلاسی حس میکنم ما به عنوان معلم دانشجو رو بردیم توی سرزمین نسبتاً جدید و توی مثلا یه منطقه ای که کوه و دره داره و مقدار کوه و قله های خاصی هم داره و نهایتا همیشه یه جایی باید به اصطلاح بگیم که خب دیگه وقتمون تموم شد و اون قله که بهش نرسیدیم بذاریم این که مثلا بگم که اگه میرفته بودیم چه اتفاقی میافتاد، مثلا یا بذاریم مثلا سوار هلیکوپتر بشیم بریم نگاه بکنیم و برگردیم، یه چنین حالتی. من فکر کنم یه چنین چیزی بوده در واقع قضیه لاین همز کردم، چون یه قضیه‌ای که روی هم رفته می‌خوایم، چون ممکنه برای کسایی که نگاه می‌کنن گوش می‌کنن بیانش رو می‌خوایم بگیم که مثلا خود قضیه چی میگه. میگه شما هر ساختاری داشته باشی، حالا این ساختار ممکنه یه گروه باشه، ممکنه یه حلقه باشه، من یه ساختاری هستش که مثلا اعداد حقیقی با به علاوه و می‌خوایم اینجوری بگیم، مثلا شروع کنیم مثلا در مورد اعداد حقیقی با به علاوه و جمع و ترتیب خطی که بهش میگن ordered field. این ordered field میگه که ما اگه یک چنین ساختاری نگاه کنیم میتونیم یه زیر ساختار ازش بسازیم. زیر ساختار به این معنا که به جای که همه اعداد حقیقی رو بگیریم یه بخشی از اعداد حقیقی رو بگیریم، ولی همون عمل به علاوه و ضرب و ترتیب همون قبلی هست و فقط جهان سخنمون رو کوچیک میکنیم. و بعد تمام این قضیه میگه که میتونیم یه جوری یک زیر ساختار بسازیم که شماراست، چون اعداد حقیقی میدونیم ناشماره هستن، داره این خاصیت خیلی جالب که تمام احکامی که در اعداد حقیقی صدق میکنه، در احکام که در زبان منطق میشه بیان کرد، در مورد این زیر ساختار کوچولو هم صدق میکنه. پس این بعد حالت فقط خاص چی گفتم در مورد حقیقی، در مورد همه ساختارها هست. هر ساختار میشه کمی کوچیکش کرد که شمارا باشه، که ولی همه احکامی که در مدل بزرگتر صدق میکنه در اون ساختار بزرگتر، در این ساختار کوچیکتر صدق میکنه. و خب اینو در مورد کسایی که مثلا جبر کار کردن خیلی تعجب نمیکنن، برای اینکه جبر در حد آشنایی با مثلا اون چیزی که میگن فیلد تیوری، مثلا فیلد به معنی در جبرش، نه فیزیک ریاضی. و اون اینه که اون زیر مجموعه شمارایی که دقیقاً در این مورد کار میکنه دقیقاً اعداد جبری هستن. اعداد جبری رو اگه در نظر بگیریم میشه ثابت کرد به راحتی که کانتر رو ثابت کرد که شمارا هستن. و بعد با یه قضیه که دقیقاً برمیگرده به تارسکی میشه ثابت کرد که همه احکامی که در اعداد جبری صادقه در اعداد حقیقی هم صادقه. اون چیزی که از این لحاظ منطق ریاضی رو جذاب میکنه اینه که مثل درست کسی که اعداد حقیقی رو یاد گرفته، مثلا آنالیز رو در اعداد حقیقی یاد گرفته، بعد متریکس اسپیس رو میبینه، بعد فضای توپولوژیک رو میبینه و چیزای دیگه، هی
اون بخشی از ذهن ما که دیدگاه های بزرگتر رو دوست داره و اون مثلا حالت های کلیتر رو مثلا دوست داره که بفهمه، همین اتفاق تو منطق ریاضی میفته، به این معنا که شما میتونید از یک زاویه نگاه کنید به ریاضیات که یک حکم ثابت کنید، همین قضیه لورنهم-سکولم که هم در مورد مثلا گروه ها درسته، هم در مورد مثلا حلقه ها یا هر ساختار ریاضی، گراف ها و اینا رو به هم دیگه یه جوری مرتبط میکنید، در حالی که تو رشته های دیگه معمولا تو یک عده معدودی از این ساختارها کار میکنید. و البته درسته بعضی از رشته هست که، و اتفاقا یکی از زیبایی ریاضیات نوین دقیقا اینه که ایده های به ظاهر نامرتبط رو به هم مرتبط میکنه، درسته؟ یعنی شما از فیزیک به هارمونیک آنالیز میرید، هارمونیک آنالیز برمیگردی به نامر تئوری. و خب یه چنین اتفاقی هم خوشبختانه تو منطق ریاضی میفته، برای همه اون بخشی از ما که از ماها که بیشتر دوست داریم که عام‌تر نگاه کنیم، فکر کنم یه کششی پیدا میکنه به از این لحاظ منطق ریاضی. همین که من قضیه اسکولم اسمش یادم بود، یعنی تو اون درس یه کار درستی انجام دادی، چون من برای مصاحبه چک نکردم، یعنی یادم چون اسم سختی هم هست، اسم آشنایی نیست. جالبه که تمام دقیق قیاسهایی که استفاده میکنی از چیزهایی که خودت انجام نمیدی، کوهنوردی، مالاتون، آفرین آفرین. مثلا مثالی دخترت زدی که موسیقی خودت نمیزنی در واقع. آره. ببین اینی که میگی خیلی جالبه، برای اینکه فکر میکنم یه فیلسوف آلمانی بود، الان اسم چیزم بوده، فقط فیلسوف نبوده، میشه گفت یه به انگلیسی میگن theologian، یعنی که قسمتی که با مذهب و فلسفه در حقیقت ادغام میشه، و میگفته که مفاهیم رو از اون چیزاش که آدم میشنوه، اون جمله که من میخوام بگم اول خیلی شک برانگیزه، ولی من از روی تجربه خیلی به من جمله برای من سودمند بوده. گفت مفاهیمی که ما باش مواجه میشیم یا باش سر و کار داریم، به طور آگاهانه یا ناخودآگاهانه معمولاً تقسیمش میکنیم به خودی و غیر خودی، و البته خیلی سیال هم هست، یعنی اینطور نیست که همیشه. و مثلا مثالی که مثلا من بخوام بزنم راجع به زندگی خودم این بود که مثلا برتراند راسل، با اینکه من تقریبا هیچی راجع بهش نمیدونستم، ولی تو این توی یعنی وقتی که من دبیرستان بودم این کتابش تو قفسه خونه ما بود، این یه بخشی از تجربه زندگی من بود، خودی بود، و برای همین رفتن و باز کردن کتابش خیلی کار خیلی خارق العاده نبود، یه جوری تو همون پیته خودی من حرکت میکردم. و ریاضیات هم اتفاقا برای همین اتفاق افتاد، در کلاس دهم که بودم خودی شد، قبلش واقعا غیر خودی بود. و وقتی که یه چیزی خودی میشه، دو تا اتفاق میفته، یه شجاعتی بهت میده و یه اطمینان خاطری بهت میده که این از قول خودمون ایرانی میگه این از خودمونه، میتونی باش کنار بیای، یه جوری میتونی باش کنار بیای، تا اینکه اصلا هیچ نوع سازشی نمیتونیم داشته باشیم و قراره که به صدای خصومت و دشمنی بین ما باشه. من فکر کنم خیلی از این اکتیویتی هایی که این فعالیت هایی که من بهش اشاره میکنم برای من خودمونیه، مثلا موسیقی کار کردن، کوهنوردی و ماراتون دویدن، و حس میکنم به اندازه کافی با همشون تا حدی آشنا هستم، به این معنی که مثلا من ماراتون نمیدونم و تنهایی میدوام، یا مثلا کوهنوردی اگه رفتم مثلا تا توچال مثلا رفتم، هیچ وقت مثلا با کلنگ و نمیدونم تناب و اینا جایی نرفتم، ولی میتونم حد بزنم که مرحله بعدی چی خواهد بود. و برای همین اون فضا برام آشنا و خودیه. خب اولا که به عنوان آدمی که به هر حال از دیپلم رفته خارج از ایران، خب خیلی فارسی رو خوب صحبت میکنی بدون شک، و من چون مکاتبات من با تو در واقع همش نوشتاری به زبان فارسی بود، فارسی خیلی هم خوب بنویسی، البته هنوز کار داری که به خوبی من بنویسی، ولی خوبه به هر حال. خب یه کمی چیزی بخواهدیمه، یعنی چون برای خیلی این واقعا سخته. آره ببین فارسی
از یه جایی به بعد برای من درست همونقدر مهم بود که میتونم بگم یه بخش مهمی از شخصیتمه. یعنی کاملا در هم عجینه، حس میکنم که یعنی از یه جایی خیلی زود برام روشن شد که با اینکه خیلی زبان انگلیسی رو هم علاقه مندم، هم واقعا از یه سنی به بعد مطالعاتم خیلی در زبان انگلیسی بوده، مثلا فلسفه رو من به انگلیسی یاد گرفتم، بیشتر خب دروس دانشگاهی همشون طبیعتا همشون به زبان انگلیسی بوده، ولی رابطه که با فارسی داشتم این بوده که شاید تا یه حدی الان بخوام با از لحاظ منطق ریاضی چون داشتیم صحبت میکردیم نمی کمک کنه، خیلی زود من متوجه شدم که یه مفاهیمی که میتونم در فارسی هم بفهمم هم بیان کنم نمیتونم در انگلیسی این کار انجام بدم. و تا یه مثالی که به ذهنم رسیده بود وقتی که دخترم خیلی کوچیک بود، چون من باش فقط فارسی حرف میزدم و این بود که میدونی که دو نوع اجاق گاز وجود داره، یکی عده برقیه یکی گازی. من گفتم اجاق پخت و پز، باید میگفتم اجاق پخت و پز، بس یکی گازی یکی برق. گازی ها به طور خیلی پیوسته شما میتونید درجه رو تنظیم کنید، برقی ها 1 2 3 4 5 6. زبان انگلیسی نهایتاً برای من یه درستی اجاق برقیه، البته درجه بندیش ممکنه 360 باشه، یعنی فقط 6 درجه نباشه، ولی اون تنظیماتی که من میتونم انجام بدم فقط میتونم در فارسی انجام بدم و بعد یه کاری اصلا نمیتونم انجام بدم در زبان انگلیسی. البته بلکش هم هست مطمئنن، یه چیزایی ممکنه باشه که به زبان انگلیسی برام راحت تر باشه، ولی اون اولویتی که من فکر کنم برای خودم قرار دادم از یه جایی به بعد وقتی که اومدم خارج، یه اولویت میتونم بگم شخصیتی بود، به این معنی که اگه من میخوام اون کلمه‌ای که من به کار میبردم حس میکردم دارم ذوب میشم راستش بخوای، درست، یا مثل یه صابونی که انداختش تو آب که دیر یا زود دیگه چیزی ازش نخواهد موند بعد از این مدت و اینا، و دیدم که نمیخوام، یعنی من اون آدمی که بودم و نه تنها اون منظورم از اون آدم، اون ساختاری که در حقیقت من به وجود آورده بود رو نه تنها دوست داشتم حفظ کنم بلکه میخواستم بپرورانمش تا اینکه بخوام تحلیل بره، و زبان فارسی در حقیقت هم ابزاری بود که میتونستم باشه این کار رو انجام بدم و دنیاهایی رو برای من باز کرده که میتونم بگم از لحاظ غنا و از لحاظ سیراب نشدن به اندازه ریاضیات برام. بنابراین یه بخش بزرگی از میتونم بگم حتی برنامه روزانه من تماس با فارسیه، انگار که درست مثل یک موجوداتی که هم آبزی هم هوازی و از هر دو واقعا خیلی لذت میبرن، این اتفاقی با فارسی افتاده. میخوام یه تقلبی کنم از این دوستانی که قبل از مصاحبه به گفتی در مورد برگشتنت به ایران و در واقع تنلگولی که مادرت به عزت استفاده کنم، اشکال نداره از اون استفاده کنم؟ نه آره. اولا که دوست دارم که خب من خود داستان خودت بگی، چون خب من شنیدم و خب بگی گفته بشه، و اینکه خب خیلی سوال همین الان میپرسم، این که مادرها خیلی از چیزها میگن ما گوش نمی کنیم، در واقع تو چی شد که گوش کردی؟ همه ایرانی ها رابطه خیلی خواهد، همه دنیا اینجوری هست، ولی ما ایرانی ها انگار که یه جنس خاصی رابطمون با مادرمون، با من فقط خودمون میفهمیم دقیقا چه رابطه ای هست. من اینو گفته باشم که مادر من از لحاظ تحصیلات برعکس پدرم که دکترای دندانپزشکی داشت و روزنامه نگار بود و آدم خیلی روشنفکر فعالی بود، مادر من فقط در سطح دیپلم، تازه اونم به سختی به این معنی که مثل اول مثلا تا کلاس دوام خونده بود، وقتی من به دنیا اومده بودم مثلا 2-3 سال بعدش رفتش مثلا ادامه تحصیل داد، کلاس شبانی که بعضی موقع منم باش میرفتم دیپلمشو گرفت، ولی رابطه خیلی، من بچه اول بودم پس از اون لحاظ رابطه خیلی طبیعتا نزدیکی داشتم مادرم، و مادرم عاشق ریاضیات بود و اون چیزی که ریاضیات رو نهایتا یه جوری
کاملا خودی کرده بود و بعد در اثر اون شکست هایی که گفتم در کلاس هشتم و نهم ناخودی شد و باز باید خودی میشد، مادرم بود. چون تا موقع که دبستان بودم فقط اون بود که بهم کمک میکرد تو وقتی مشکل ریاضی داشتم، و فقط این نبود که میتونست من کمک کنه مسئله حل کنه، یه جوری مسئله برای من حل میکرد که کیف، هم خودش کیف میکرد هم باعث شد که من کیف بکنم. یعنی انگار که یعنی اولا قسمت زیبایی ریاضی ها که ببین چقدر قشنگه، مثلا اینه، مثلا داریم اینم داریم، این از توش در میاریم، ببین خیلی اون برخورد بازیگوشانه. و دوم این حالت بدیهی بودنش که مثلا مسئله برام می آوردن که رفتی مثلا دو بار پرتقال و سیب خریدی، بعد اینقدر پول دادی، بعد چند تا پرتقال خریدی، چند تا سیب خریدی، اینا رو اینقدر خوب حلاجی میکرد برای من. میگو ببین اولا هیچ عجله نکن، قشنگ ببین جمله اول رو بخون، ببین مثلا چی میگه، جمله دوم رو بخون ببین چی میگه، واسه قشنگ بعد وقتی که فهمیدی هر جمله چی میگه مثلا نوشتی، بعد قشنگ ببین اینا همشون در هم سرریز میشن و قشنگ استرس زور خاصی بزنه، خود مسئله خودش حل میکنه، مثلا اینجور فیدبک. و همین یه اطمینان خیلی میشه گفت عاطفی ذهنی من با مادرم داشتم، از این لحاظ که خیلی از این لحاظ ازش حساب میبردم، از لحاظ اینکه نه تنها از لحاظ عاطفی به من نزدیک بود، بلکه به من یه آدم باهوش بهش نگاه میکردم، آدم باهوش خیلی با سرعت انتقال بالا. و برای همین حالا این داستانی که گفتی من یه اشاره بهش بکنم، من یک سال آمریکا تحصیل کرده بودم، برای تابستون برگشتم ایران، پس حالا تازه پس یک سال وقت میگم یک سال تحصیلی، پس 9 ماه مثلا بگیریم. و فکر کنم روز اول یا دومی بود که برگشته بودم و مادرم با حالت تعجب و تمسخر گفت این چه جور فارسی حرف زدنه. من دقیقا یادم نیست چی گفته بودم، ولی ظاهرا یه مخلوطی از جمله بندی نادرست یا شاید حتی لهجه‌ای که داشت یواش یواش آب میرفت این بود که این شوخی رو ما نداریم، میدونی تو ایرانی هستی، مثلا رفتی خارج، درسته مثلا فارسی صحبت نکردی یا منطقی صحبت نکردی، ولی حواستو جمع کن. و من کاملا شوکه شدم، نه از لحاظ رو راستی مادرم، بلکه دیدم که یکی از اولین تجربیات من بود در اینکه ما وقتی که به عنوان یک انسان متحول میشیم یا خود متحول میشیم در طول زمان یا دیگری، وقتی که به تعنی انجام میشه متوجه این تغییر نیستیم. و برای مادر من بدیهی بود که من فارسی عوض شده، برای من اصلا بدیهی نبود که فارسی عوض شده. و این و نه تنها بدیهی نبود، بلکه قسمت دردآورش این بود که مگه میشه زبان مادری آدم، چیزی که اصلا دیگه حس میکنه بخشی از شالوده وجودته، به این راحتی داره آب میره، اصلا دیگه یعنی با این روند دیگه چیزی ازش نمیمونه. این ترنگوری که در حقیقت این صحبت شوخی جدی مادرم داره به من زد، باعث شد که اولا که از لحاظ مطالعه سعی کنم بیشتر مطالعه کنم، و بعد از لحاظ ارتباط قلمی با فارسی شروع کنم به ترجمه کردن. و ترجمه همه ترجمه های به اصطلاح سیاه مشقی و عشقی بود، عشقی بنای دلی بود به اصطلاح، معمولا متونی بود که متون فلسفی بود که کلاس های فلسفی مثلا داشتیم، مثلا یه سفر من ترجمه میکردم و میدیدم واقعا چقدر سخته، چیزی که به نظر می اومد مثلا ممکنه نیم ساعت وقت بگیره بعضی موقع 2 ساعت وقت میگیره. و اون چیزی که خیلی خیلی به من کمک کرد این بود که من این مطلبی رو ترجمه کردم و برای پدرم فرستادم. اینم اتفاقا بگم شاید جالب باشه، چون راجع به پدرم اشاره نکردم، راجع به رابطه‌ای که داشتیم و اینا. خب پدر من نویسنده بود و من اصلا دوست نداشتم انشا بنویسم، پس میتونی حد بزنی که پس چه معجونی عذاب در نمیاد. البته آدم بسیار بسیار صبور و از این لحاظا نرمی بود، یعنی عصبانی نمیشد، مثلا میدید که مثلا من انشام خیلی خوب نیست و اینا. ولی اون چیزی که همیشه پیش می اومد این بود که هر وقت من انشام بهش نشون میدادم که از یه جای بعد دیگه نشون نمیدادم، این بود که مثلا من انشام بهش نشون میدادم و بعد اون چیزی که پس میگرفتم اصلا اون چیزی نبود که من بهش داده بودم، یعنی کاملا از هر خطش از نو نوشته شده بود. برای همین خب طبیعیه که آدم حس میکنه خب دیگه من اینو نشون بدم یعنی چی، یعنی برای من یه بار دیگه بنویس، برای نه من ترجیح نمره پایین تر بگیرم، ولی حداقل اون
اعتماد به نفسم از دست ندم. حالا پایان سال اول دانشگاهیم، یعنی قدر بود که نه ببخشید سال اول شاید سال دوم بود، الان مطمئن مطمئن نیستم، ولی من شروع کردم به ترجمه یه متن فلسفی، یه مقاله بود که راجع به ویتگنشتاین بود اتفاقا، و من اینو برای پدر فرستادم فقط ببینه من ترجمه کردم. و خب خیلی هم انتظار داشتم که طبق معمول مثلا تمام این غلطاشو بگیره برام پس بفرستونه. و بعد این رو توی مجله که منتشر میکرد اینو چاپ کرد و تقریبا هیچ تغییرم نداده بود توش، و این میشه گفت بزرگترین کمپلیمانی بود که پدرم به من داد از لحاظ تغییری که تو من به وجود اومده بود، و حتی به روی منم نیاورد که مثلا او چه عجب مثلا چیزی نوشته که من خط خطی نباید میکردم و اینا. و آره فکر کنم سبای این مورد که این درست همون سال اول انقلاب بود که این فکر کنم چاپ شد. بعد دیگه کارهای دیگه که میکردم دیگه میذاشتم تو کشو، و درست مثل اون گفتم مثل اون کسی که فوتبال دوست داره ولی اون قسمت گلش خیلی براش جالب نیست، قسمت مثلا اینی که من بفرستم جای چاپ بشه و اینا، چون مثلا چون خارج بودم و اینا قسمت خیلی جالبش نبود، برای همین میرفت اون کارش انجام داده بود، اون کاری که من دوست داشتم انجام بده. من متوجه به برحال فرهنگی که من توی ایران باش بزرگ شدم دارم این سوالا میپرسم، معمولا چون پدر برای تحصیل کرده و مادرم طوری که خود گفتی نبود. خب الان در واقع وقتی آدم میره خواستگاری اولین چیزی که میپرسه اینه که مثلا فرضون که سطح تحصیلات دختر چگونه، سطح تحصیلات پسر چگونه. سوال اینه که واقعا این خب به نظر خود این یه اتفاق بوده، یعنی در واقع خیلی اتفاق ساده ای نیست یه جورایی. میخوام بدونم که چقدر نسبت تو دو آگاهی نسبت به این ماجرا. خب این سوال خیلی سوال خوبیه، چون از دو جنبه. یه جنبهش اینه که اون معیارهایی که الان حاکمه در همسریابی و اشاره که کرده راجع به سوالات خیلی کلیشه‌ای که میشه در مورد خواستگاری، در اون دورانی که من دارم صحبت میکنم، مثلا من پدر مادرم سال 1336 با هم ازدواج کردن، من فرزند اول هستم که یک سال بعد دنیا اومد، این حالت خیلی اتفاقا تیپیک بود. یعنی من تو خیلی مواردی رو میدونم که یه اختلاف تحصیلات خیلی بالایی بود بین هم به اصطلاح زن و شوهر، یعنی معمولا هم بین شوهری که تحصیل کرده بود و زنی که تحصیلات کمتری داشت. خب مطمئنا مثالای نقیض هم هست، ولی اون نورمی که من باهاش آشنا بودم به عنوان مثلا بچه‌ای که داشت بزرگ می‌شد و پدر مادر خودش رو بقیه رو می‌دید، چیزی بود که پدر مادر من یه حالت عادی از این لحاظ، از لحاظ تحصیلاتی دارم میگم، حالت خیلی غیر عادی نبود. ولی اون چیزی که جنبه تحصیلاتی نداشت ولی این فاصله رو خیلی بیشتر می‌کرد، از لحاظ میشه گفت حالا نمیتونم بگم طبقاتی، شاید بگیم طبقاتی، ولی از لحاظ فرهنگی میتونم بگم در دو تا فرهنگ کاملا مختلف بودن. که اگه من بخوام خیلی به طور تشبیه بگم تو این تشبیه سینمایی، اینه که خانواده مادری من یه خانواده ایتالیایی سیسیلی بگو بخند، همیشه شوخی میکنن و کلی بی‌تربیتی و یه حالت واقعا شادی ذاتی، اصلا زندگی برای شادی درست شده. و پدر من یه عده کشیش، یعنی خانوادگی که یه عده مثلا آدم های خیلی جدی تا حدی عبوس و با یه ریتم کاملا مختلفی، مثلا از لحاظ موسیقیایی اینا موسیقی کلاسیک بودن خانواده پدری من، یعنی پدر من رو بگیم، و مادر من مثلا موسیقی پاپ یا موسیقی مثلا محلی بود. و این نهایتا خیلی اتفاقا خب میتونی حدس بزنی از یه طرف خیلی میتونه دردناک باشه وقتی در یک محیطی هسته که این همه با هم دیگه متفاوته، و در این حال شما رو قوی هم میکنه، چون یه توانایی تو شما با وجود میاره که بتونی با دنیاهای مختلف ارتباط برقرار کنی و یه جوری هر دو رو خودی بکنی. یعنی درسته که دنیای مادری من برام نزدیکتر بود، چون معمولا بچه ها با خاله و داییشون و اینا بیشتر
معاشرت میکنن اینا، ولی دنیای پدری منم برای من خیلی نزدیک بود و اینکه مجبور نبودم که فقط یکی انتخاب بکنم و برای منم خیلی موقع سوال پیش میومد، یعنی برای همین که این درسته یا اون درسته، یعنی برای اینکه خیلی شاید از این لحاظ خیال پروری ما خیلی کمک کرد که انگار که شما دو تا تئوری کامل داری از واقعیت که اصلا هیچ نوع ربطی با هم دیگه نداره و در این حال تو هر دوشون هم میتونید یه جوری راحت باشید و اینا. و آره، پس اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، اون قسمتی که من رو من خیلی تاثیر گذار بود این اختلاف تحصیلاتشون نبود، بلکه اختلاف فرهنگیشون بود. من یه فرق بزرگی میذارم بین دو جنبه، دو جور مختلف که با ریاضیات ارتباط برقرار کردم، یکی قسمت تدریسشه و یکی قسمت پژوهشیشه. البته خب اینا با هم خیلی مربوط هستن، ولی تو ذهن من اینا دو تا کار مختلف بودن که دو تا نیاز مختلف رو برای من برآورده میکردن و برای همین مدت ها در طول سالیان مثلا دانشگاه تو دانشگاه بودنم نقطه ثقل ذهنم بعضی موقع فقط میرفت رو تدریس، مثلا بعضی موقع دو سه ساعت پشت سر هم، بعضی موقع ها کفه میچرخید، خیلی بستگی داشت به پارامترهایی که هم به درونم بود هم بستگی بیرون داشت. ولی نهایتا اون چیزی که به عنوان یک تشبیه میخوام فقط بهش اشاره کنم که برای من خیلی آموزنده بود، فیلسوفی هست به نام اسپینوزا که خب این تقریبا همزمان با لایبنیتس بوده، حتی یه ملاقاتی هم بینشون اتفاق افتاده بوده، بعد یه چند سال بزرگتر از لایبنیتس بوده. اسپینوزا امرار معاشش از یک طریق فقط بوده و اون تراشیدن عدسی های عینک بوده و نهایتا این مدل اسپینوزا برای من مدل ایدئال کار علمی کردنه که لزوماً قرار نیست در به اصطلاح برای در کنار اون منبع امرار معاشتون لازم نیست یه چیز خیلی خارق‌العاده باشه، میتونه فقط تراشیدن عدسی باشه، یه چه برسه به تدریس، چون تدریس چند مرحله سخت‌تر و پیچیده‌تر از تراشیدن عدسی. ولی من حس میکنم که این ارتباط تنگاتنگی بین تراشیدن عدسی و فلسفه اسپینوزا وجود داره، یعنی این دوتا به اون اندازه که به نظر میاد نامردود نیستن، یکی مقوی اون دیگریست و این فقط یه نکته بود خواستم اشاره کنم، چون تصویر فرمولهی که معمولا تو ریاضیات یا به طور کلی تو کارهای دانشگاهی هست اینه که باید همیشه رابطه خیلی تنگاتنگی باشه بین تحقیق و پژوهش از یه طرف و تدریس، انگار که اینا همیشه صبح و شب باید در هم تنیده باشن و در حالی که حداقل تجربه شخصی من اینجوری نبوده، خیلی موقع خوبه که یه فاصله از هم داشته باشن که یه فرصت نفس کشیدن داشته باشن. راسته چو بخوای اگه تو الان میتونستی چشای منو ببینی الان اشک توش جمع شده و دلیلش آره جدی میگم دلیلش بهت میگم، اتفاقا چقدر خوب شد این موضوع رو گفتی، واسه اینکه برای من این یه نتیجه دیگه داشت، این بود که ببین چون من توی دانشگاه خیلی کوچیک هستم خب و تدریس میکنم خب و بودن توی این دانشگاه کوچیک و تدریس کردن در واقع هیچ وقت به چشم اون عدسیه بهش نگاه تراشیده عدسی بهش نگاه نکرده بودم، ولی میتونم نگاه کنم و چقدر در واقع نگاه کمک میکنه بهم. خب خیلی خیلی منو خوشحال کردی که اینو بهم گفتی. هر چقدر بتونیم روابط مستقیم تری برقرار کنیم با موضوعاتی که برای مهم هستن، این زندگی راحت‌تر و شیرین‌تری داره. و یه جوری مثلا هم در مورد اسپینوزا حس می‌کنم اسپینوزا رابطه‌شو برقرار کرده بوده، برای همین حالا چه عدسی بتراشه یا بره سنگ بتراشه یا نمی‌دونم یه کار دیگه بکنه اونش خیلی مهم نبوده براش، یه صبری به آدم میده.